طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. روان پاک داورمرد تاریخ ایران و جهان اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن دو تن از هممیهنان عزیز ما، دو تا از بچه های مشروطه خواه که بارها من فعالیت های این بچه ها رو در ایران آریایی پخش کردم و از راه دور میشناسمشون و هیچ وقت البته با هم ارتباط تلفنی چیز نداشتیم، ولی از طریق تلگرام برای من فیلم هاشون که میفرستن، فیلم های تظاهراتو من همشون اینجا پخش میکنم. بچه های بسیار فعالی هستن و خیلی هم خوب طبیعتاً زمینی که دارن زحمت میکشن در راهی که قدم گذاشتن در راه بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی مورد فوش و بد و بیرا و اتهام و مثل همه ما که قرار میگیریم اونا هم قرار میگیرن، ولی به هر حال کارشون رو به زیبایی، به درستی، خیلی تمیز، قشنگ انجام میدن. یک مجموعی هستن، یه تعدادی از بچهای بسیار بسیار فعال سیاسی و بسیار هم معتقد به کارشون. چند روزی است که دو تن از این عزیزان، عرض کنم حضورتون، به نام حابیل ماهور و یکی دیگه شون به نام شروین سوادکوه،
دست به اعتصاب غذای خوش زدن که من از روز اول که تماس گرفتم با چند تا از همرزمان در لندن گفتم که این کار درست نیست و این تلف شدنه. ما که قرار نیست کشته بشیم، ما که قرار نیست مفت از دست بریم، حالا بمیریم در راه میان آره، ولی به این شکل آدم خودشو تلف بکنه و باعث این بشه که روحیه سایر همرزبان، چون به هر حال همه دل میسوزنن، همه ناراحت میشن، اونا تضعیف میشن. و من عرض کنم مخالف بودم که اینها، حالا اعتصاب شما میکنید یه اعتصاب چند روزه، ولی نه به این شکل. اعتصاب خشک بسیار خطرناکه، شما حد اکثر بعد از 7 روز، این طبیعیه، این قانونشه، شما بعد از 1 هفته، 5 روز تا 1 هفته آب ننوشی تمام زهر بدن میزنه بالا، بعد کبد، کلیت، معده اثر میذاره و بعد رفته 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 سایر ارگانها و از کار میندازته. شما اگه فیلم باشه میخوابونته. این که یارو ابله اونجا رفته به قول خوش اعتصاب کرده، نه، این آب می نوشه و ویتامین. شما آب بنوش، ویتامین هم به خودت برسون، حتما نباید یه چیزی بخوری، قرصا و چیزای ویتامینی هست به خود برسون. شما میتونید راحت 6 ماه 7 ماه 8 ماه میتونید راحت اعتصاب غذا بکنید. به هر حال که دیدید رفته بردنش بیمارستان، گور بازوش از رستم دستانم کلوفتره، حلبی سازی، پدر سوخته بازی، رفت تو جشن یارو، ختنه سرونه یارو شرکت کرد دیگه، یارو میمونه تو انگلیس. به هر حال و من به دوستان گفتم، بچه هم رفتن باش گفتگو کردن و قبول نکرد و ادامه داد تا اینکه یکی دو تن نه، تعداد زیادی به من، از من خواستن که آقا شما یه کاری بکن. اینا یه دی زنگ زدن، با ایشون صحبت کردن، ایشون هنوز قبول نکرده. منم گفتم خب منم شانسمو امتحان میکنم، حالا شاید حرف ما پیرمردو گوش کرد، در حالی که گویا والحضرت یاسمین پهلوی هم به ایشون به حال فرمودن که در اعتصاب قضا رو بشکنی، تا اونجایی که من خبرشو دارم که ایشون بازم گویا گوش نکرده بود. به حال من امروز توسط یکی از همرزمانی که فیلمای کارهای تظاهرات رو برام میفرسته به نام آقای مهرداد، براشون پیام فرستادم، شماره تلفنشون رو گرفتم، بهشون زنگ زدم از طریق واتساپ و با عرض کنم حضور شما ایشون صحبت کردم و گفتم که آیا اونجا الان دم دست شما یکی از این دو عزیزان هستن؟ فرمودن که بله، آقای حابیل اینجاست. من باهاش گفتگو کردم، خب نمیگم حالش خوب بود، ضعف داشت، ولی من ازش خواستم، گفتم که براش توضیح دادم همین چیزا که الان خدمت شما عزیزان عرض کردم که آقا جون این معدت و کلیت و کبدت و اذیت میشی و کاری هم از پیش نمیبری و تضعیف روحی هم میکنی و خودتو داغون میکنی، ما هم نمیخوایم که بلای سرتو بیاد، به حال تو یه لیدری، سربازی اونجا و این سربازا نباید از دست برن، نباید نابود بشن. به حال یه مقداری باهاش صحبت کردم، قبول کرد، گفتم حالا من امشب که برنامه دارم بهت زنگ میزنم، میارمت روی خط، هر چی تو دلت هست، خودت یا اون دوست همرزمت شروین، هر چی تو دلتونه، این شما، اینم برنامه، تا اونجایی که بدنت میکشه، تا اونجایی که ضعف نداشته باشی. به هر حال من تنها کاری که دستم برمیاد اینه، خدمت، تنها خدمتی که میتونم به شما عزیزان بکنم که شما ها رو بتونم رو خط بیارم و باهاتون عرض کنم، گفتگو کنم. به هر حال تا دقایق دیگری من زنگ میزنم و به همرزم اون آقای مهرداد، که البته ایشون هم صداش زیاد چیز نبود، از بس شعار دادن و داد بیداد کردن اونجا، حالا به هر حال من یه شماره تلفن در اختیارم هست، زنگ میزنم یکی از این عزیزانو اونجا بتونم پیدا کنم بیارم رو خط، یه گزارشی ببینیم، بشنویم، ببینیم الان وضع چطوریه، آیا خود عرض کنم آقای شروین یا آقای حابیل میتونن اینا گفتگو کنن یا نه. به هر حال یه گزارش از اونجا ما تهیه کنیم برای شما عزیزان، که از اونجا اگه گزارش بیاد بهتره، به دلیل اینکه
دیگه شایعه پشت شایعه هم را میفته دیگه. الان خودشون از لندن گزارش بدن. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید اگر آماده هستید شماره یک رو پخش کنید تا من زنگ بزنم به لندن دست گلتون درد نکنه. ممنونتون میشم. درود بر روان پاک اعلی حضرت این زابی رضا شاه بزرگ آریا مهر بزرگ. درود بر شاهنشاه قانونی ایران زمین کوروش زمان اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. رای امید من حابیل ماهور به همراه همرزمم شروین سوادکویی، کوچکترین سربازان این سرزمین اهورایی، کاوه‌وار و درفش بر دست با پشت به مقابل پارلمان انگلستان هستیم در لندن. دو تا از میهن پرستان عزیزمون اعتصاب غذای خوش کردن برای فشار. فرزند ایرانی مایوس نشو، یعنی باش مثل همیشه. منم بسمو تصدیق کردم، اون تصدیق کرد تازه از بیمارستان اومدم بید انرژی بدم. پسر فرزند ایران به افتخار قربونه. شهابیل عزیزم هستن و اعتصاب غذای خوش داره جلوی پارلمان و ما اومدیم که سپورتش کنیم. حرف بزن، چی میگی هابیل؟ فداتون بشم. ما اینجا هست صدای بی صدایان میشویم در کنار صدای بی صدایان میشویم در کنار رای امید. من حابیل ماهور به همراه همرزمم شروین سوادکویی، کوچکترین سربازان این سرزمین اهورایی، کاوه‌وار و درفش بر دست با پشت به فرزند ایرانی مایوس نشو، یعنی باش مثل همیشه. منم بسمو تصدیق کردم، اون تصدیق کرد تازه از بیمارستان اومدم بید انرژی بدم. پسر فرزند ایران به افتخار قربونه. حابیل عزیزم هستن و اعتصاب غذای خوش داره جلوی پارلمان و ما اومدیم که سپورتش کنیم. حرف بزن، چی میگی حابیل؟ سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، لطف محبت کردید. خب خانم‌ها آقایون همیانان عزیز، من که از بچه ها رو تو لندن روی خط دارم. آقا وحید درود بر شما. درود بر شما و همه شنوندگان عزیز که الان صدای من رو میشنوند. دم میکروفون دیگه، امیدوارم صدا خوب بیاد دیگه. آقای وحید لطف و محبت بفرمایید یه گزارش از اونجا شما به ما بدید، چه خبره؟ الان شروین هستش، میشه باش گفتگو کرد یا حابیل میشه گفتگو کرد؟ یه گزارش از اونجا شما به ما بدید، ممنون میشم. بله چشم. جناب آقای احمدی، امروز خب طبق اون برنامه‌ای که حالا ما داشتیم و قرار بود که حالا بعد از اون یه برنامه‌ای داشته باشیم، اینا آقا حابیل و شروین عزیز آماده بودن. متاسفانه اینجا هوا خیلی سرد شد و بچه ها افت شدید فشار داشتن و فشارشون به شدت کاهش ها و اینکه دیگه مجبور شدیم به آمبولانس و حالا مرکز درمانی تماس بگیریم و خب خوشبختانه رسیدن و اینکه با اینکه یه کمی کند کار رو انجام دادن و چقدر بچه ها حرص میخوردن، همه گریه میکردن و یه شور رو هیجان بدی داشت، خیلی بد بود، ولی خب خوشبختانه حابیل عزیز و سریع به بیمارستان انتقال دادن و همزمان شروین رو داشتن چکش میکردن که شروین پا فشاری کرد و گفت من سوار آمبولانس نمیشم، یعنی با تنفس مصنوعی و چون بچه تا مرز کما رفتن و با تنفس مصنوعی اینا حال شروین یکم بهتر شد و موند. گفت من ادامه میدم، میخوام ادامه بدم، هر کاری هم شما بکنید من دیگه تا لحظه آخر جونم میخوام ادامه بدم. هیچکی نتونست، یعنی با هر چیزی میگفتیم نشست اعتصابش رو، ولی خب حابل بند خدا از اون شب به بیمارستان تا پیدا کرد که من و یه چند تا از بچه های میان پرستی که اینجا بودن به همراه مادرش، چون مادرش هم خیلی بد بود، ولی خب گفتیم به
بره بیمارستان که اوشنم یه چک کامل بشم. رفتیم بیمارستان و توی بیمارستان اعلام کردن که یکی از کلیه هاش به شدت آسیب دیده و همین الان باید این اتصال قضاشو بشکنه که حابیلم توی بیمارستان پافشاری کرد و گفت من این کارو نمی کنم و من تصمیمم این بوده که تا مرز آخرین لحظه زندگیم برم و کلا جونم رو روی این کار گذاشتم که خوشبختانه و به لطف مهربانوی آسمین پهلوی که یک پیام شخصی دادن به حابیل عزیز و ازش خواستن که اتصال قضاشو بشکنه و حابیل عزیز اتصال قضاشو شکست. و بعد این خبر خوشحالی ما تا برگشتیم و حابیل توی بیمارستان بستری شد و گفتن که به احتمال زیاد تا چند روز آینده تو بیمارستان باید بمونه و تحت درمان و کنترل باشه، که ما به همراه مادرشون و بقیه بچه ها برگشتیم از بیمارستان و تو جمع پیام مهمانو یاسمین پهلوی رو خوندیم و تشکر کردیم و اعلام کردیم که حابیل عزیز اتصال قضاشو شکستن. و باز دوباره یه خبر خوشحال کننده ای برای همه دارم که باز دوباره به لطف رضا شاه دوم پهلوی سوم که مستقیم از توی اینستاگرام با خود شروین عزیز تماس گرفتن و از شروین درخواست کردن که اتصال قضاشو پایان بده و شروین هم با کمال میل پذیرفتن و اتصال قضاشو پایان داد و آمبولانس همین چند لحظه پیش شروین عزیز رو سوار کرد و به بیمارستان برد که مراحل درمانی انجام بشه و حالا اون سیستم بدنیشو بیان انجام بدن که حالا به حالت نرمال برگردن. آقا وحید، من امروز حدود 3-4 ساعت پیش بود که از طریق آقا مرداد دوستتون عرض کنم با خودش شروین با حابیل صحبت کردم و با من صحبت کرد، حدود 3-4 دقیقه تقریبا 4-5 دقیقه با من صحبت کرد، ضعف داشت ولی روپا بود که قرار بود حالا با هم گفتگو کنیم، ولی الان این خبری که دادی من خیلی ناراحت شدم. یعنی الان وضعیت کلیه چه کلیه رو از دست داده یا مثلا ناراحتی یا خبری دارید شما دقیقا؟ بله بله، ببینید از دست نداده ولی گفتن به شدت آسیب دیده. بله. که حالا امیدواریم که بهتر بگذره و سلامتیشو هرچه زودتر به دست بیاد. خیلی ممنونتم لطف ما. الان وضعیت اونجا چطوریه؟ همون قسمتی که بچه‌ها اتصال کردن؟ بله، وضعیت اینجا که خب بچه‌ها دارن وسایل رو جمع میکنن، وسایلی که حالا گذاشته بودیم واسه ترسان و اعتصاب اینا، و خب ما همه بچه‌ها میان پر از اینجا میمونن، یعنی 3-4 شب 3 شب و کلن همه بچه‌ها اینجا موندن، یعنی همین تو پیاده رو همین چمن ها، یعنی پایین که هوا سرد بود همه اینجا موندن. و اینکه الان هم دارن وسایل جمع میکنن و دیگه فردا چون تجمع داریم باز دوباره و فردا قراره که همه جمع بشن و یه تجمع دست جمعی داشته باشن. تجمع یعنی در لندن همون جایی که محله اعتصاب بله. بوده؟ بله بله، ما تجمع توی میدان از اونجا پیاده روی میایم به سمت خود پارلمان، همین جایی که بچه ها اعتصاب قضا کرده بودن. خیلی خوب، پس این بچه هم باید حمایت بکن. خیلی ممنونم، خیلی لطف و محبت کردی، سپاس از لطفت. مواظب خودتونم باشید، اگه خبری چیزی هم بود روی تلگرام با من در ارتباط باشید، اگرم چیز شد به هر حال حال بچه ها خوب شد به احتمال خیلی قوی خودم دوشنبه یا چهارشنبه باشون یارمشون رو خط باشون گفته با میکنم. ما بسیار بسیار از شما جناب احمدی و شبکه خوب آریایی تشکر ویژه داریم، سپاسگزارم. ببخش من قرار بود استرس داشتم. نه راحت باش، اصلا احتیاج به تشکرم نیست. تو کلام هم تو پخشه هست. نه راحت باش. ما سپاسگزاری جناب آقای احمدی کرد. ما هرچی الان همه اعلام میکنم، همه بچه هایی که شما رو دنبال میکنن تو این مدت شما رو دنبال کردن، ماها سواد سیاسیمون رو از شما یاد گرفتیم. نه مثل خیلی های دیگه الان
نمیدونستیم چی خوبه چی بده، کی داره شیطنت میکنه، چی کار رو کرده. و ما بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم و ممنونتون هستیم. زنده باشید. نه سرباز و سرباز تشکر نمیکنه، دست همه تونم درد نکنه، هممون داریم با هم زحمت میکشیم. ایران آریایی هم همیشه در خدمت میهن پرستان بوده و هست و خواهد بود. خیلی هم ازت ممنونم، مواظب خودتون باشی. ممنونتم. فردا گزارش ها رو برای من بفرستید تا من پخش کنم برای شش پاینده ایران تا اول جاوید شا بدرود. زنده باشی پاینده ایران جاوید شا بدرود. لطف و محبت کردی، خیلی ازت سپاسگزارم. از طرف همه بچه ها هم برید بیمارستان گلم ببرید برای هر دو عزیزان، بهشون هم بگین دستتون درد نکنه، آفرین عالی بود کارتون، باریکلا. حتما حتما ممنون از شما. زنده باشید، قربانت، خیلی ممنونت. زنده باشید، خواهش میکنم، خدا نگهدار. قربانتو، سپاس از لطف و محبتت. قربان. زو خانم آقایون، جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید، شماره دو رو پخش کنید. ممنونتون میشم تا برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم. دستتونم درد نکنه، امیدوارم صدام خوب باشه دیگه. کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا شاه روحت شد، رضا شاه روحت شد، شاه شاه روحت شد، رضا شاه روحت شد، شاه شاه روحت شد، رضا شاه کینگ رضا پهلوی، 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 کینگ رضا شاه روحت شد، رضا شاه روحت شد، شاه شاه روحت شد، رضا شاه روحت شد، شاه شاه روحت شد، رضا شاه کینگ رضا پهلوی، 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 کینگ رضا شاه روحت شد، رضا شاه روحت شد، شاه شاه روحت شد، رضا شاه روحت شد، شاه شاه روحت شد، رضا شاه کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. و خیلی خوشحالم از اینکه عرض کنم حضور شما، این بچه ها اعتصاب قضاشون رو به فرمان پادشاه شکستن و آرزوی سلامتی هم داری. خب حالا جوونن، امیدوارم چیزی هم نمیشه، به امید خدا حل میشه میره و به هر حال کار قشنگی انجام دادن. اونتا خطرناکه دیگه، این بچه های میهن پرست باید خیلی حواسشون جمع باشه و عرض کنم نباید اینطوری، هر یک سرباز رو ما احتیاج داریم. و به هر حال حرکتی بود که حالا یه تجربه هم شد برای سایرین که بیگدار باب نزد. شما یک دفعه بدنت تا یه ساعت پیش داشتی صبحونه میخوردی، نهار میخوردی، شب شام خوردی، یک مرتبه میگی من هیچی نمیخوام بخورم، گیرپاش میکنه بدن. خب اینا نداشتن تجربه است، ولی آفرین به حابیل عزیز، آفرین به شروین، آفرین به مادر گرامیشون که قرار بود با مادر گرامیشون گفتگو کنم، که البته دیگه الان وضع به این شکل شده و بیمارستان رفتن. حالا سر یه فرصتی حتما رو خط میاریمشون، یکم هم حالش خوب بشه، یه گزارش هم داشته باشه، یه گفتگو هم باهاش بکنیم، که دلای جوونا پره، هیچ جام بهشون میکروفون نمیدن. و یادم هم باشه حتما بهش بگم مواظب باشن، اینا یه سری میان میکروفون رو میگیرن جلو دهنتون، حواستون باشه، اینا فقط میخوان ازتون سوء استفاده بکنن و چیز تبلیغاتی برای خودشون را بندازن. اما معصوم قمی رو دیدید؟ فرار رو دیدید؟ معصوم قمی، این تازه اولشه، این تازه اولش، این تازه شروعه. خب اون موقعی که رژیمتون، رژیم جمهوری اشغالگر اسلامی، چون رژیم شما هاست، از بین رفت، سقوط کرد که خواهد کرد،
اون موقع بهتون نشون میدیم که یه من ماست ایرانی چند من کره سلطنتی میده. تمام پولایی رو که CIA اینتلیجنس سرویس اینور و اونور وزارت اطلاعات بهتون داده، به تو و اون یارو کمدساز مفعوله و اون یارو سام واجبی و بقیه ارازل و اوباش، این یارو حامد کیسه‌کش و معتادی و فلان شیفته و همین آشغالا، حیف آشغال، همه رو باید خرج کنید. مثل علی تجزیه تمام این پولا رو باید خرج بکنید، یه سوراخ موش هم دیگه نه، یه سوراخ مورچه چیزی پیدا بکنید تا یه جا خودتون رو بچپونید تو یه سوراخی. این ملت دست از سرتون بر نمیداره، این ملت آگاه شد، این ملت فهمید، تموم شد. دیگر کسی نمیتواند بین ملت و پادشاه هیچ گونه شکافی بندازه. شاه و ملت سرانجام به هم رسید، شاه و ملت سرانجام، این اتحاد، این وحدت، این یگانگی بین شاه و ملت سرانجام به هم گره خورد و این انقلابم انقلاب شاه و ملته. خب حالا پادشاه بزرگوار هستن، اولی حضرت بزرگ همه ما هستن، میفرمایند زن زندگی آزادی. بله ما هم میگیم زن زندگی آزادی، ولی همه میدونن، میدونید که به جلز و ولز افتادید، همه میدانن که این انقلاب شاه و ملته، ملتی که شاهشو میخواد روز شب نصف شب، هنوز بچه ها دارن شبنامه پخش میکنن، شبا میرن بالای پشت ماما تو کوچه پس کوچه ها، تک نفرم شده میره یه جا پشت یه ماشین قایم میشه میگه رضا شاه، یه نفر پنجامت اونورتر میبینه صدای آشنا میاد میگه روحت شاد، و تموم شد کارتون. 43 سال تیربارونمون کردید، اعداممون کردید، ترورمون کردید خارج از کشور، سازمان تروریستی مجاهدین، سازمان چریکای فدایی خلق روسیه، توده‌ای‌های همیشه خائن، مصدقی‌های ایران بر باده و سایر اراذل اوباش، چپ وابسته، کمونیست‌های جهان وطن، تیم ساروویسی‌ها رو تو کوچه پس کوچه ها کشتید، ترور کردید، شهریار شفیق‌ها رو کشتید، بمب گذاشتید توی مغازه استاد فاضلی، فریدون فرخزاد عزیز جاویدنام رو تکه و پارش کردید، چقدر کشتید، دیدید چیزی نشد، دیدید اتفاق نیفتاد، از هر قطره خون رحیمی ها، خسروداد ها، ناجی ها، جهانبانی ها، نصیری ها، هویدا ها، نیکپی ها، تیمسار نشاد ها، آیت محققا، تمام اون سربازا، پاسبونا، غمافرا، درجدارا، افسرا، سرهنگا، نظامی، غیر نظامی، وزیر، وکیل، هر کسی رو که شماها کشتید از هر قطره خونش امروز در شهر و روستا هزاران هزار فدایی پادشاه برخواسته. هم دیگه فهمیدن، CIA میدونه، اینتلیجنس سرویس میدونه، سازمان اطلاعات امنیت آلمان میدونه، فرانسه میدونه، کاگبه میدونه، نظرتنگا میدونن، عرب میدونه، همه میدونن، هیچ راهی نداره. همونیه که عمو رضا گفت، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. سپتامبر 86 تو برلین گفتم، هنوزم میگم، حالا همه دارن میگن، دنیا هم داره میگه، تنها راه رهایی، نه فقط رهایی ملت ایران، این ملت رها میشه، تنها راه رهایی بشریت بازگشت پادشاهی پهلویسم، اون فلسفه به ایرانه. حالا هی وقفه بندازین توش، چوب بذارین لای چرخ، یه روز اکبر دزده رو علم کردین، یه روز نمیدونم بچهش رو علم کردید، یه روز گفتید محمد گاریچی، یه روز گفتید محمود مشنگ اومد گیر داد به یهودیا، گفت 6 میلیون نکشتن، مثلا 6 نفر کشتن، بعد و بدتر آوردید تو پیاده رو، اگه برید باید زنون مردونه بشه، این اخه اون پخه، جنتی بره حسن بیاد، موسوی بره، کروبی بیاد، این بیناموس بره، اون بیناموس بیاد، هر ترفندی رو زدید. بابا دیگه از این بالاتر، سازمان تروریستی مجاهدین رو آوردید خارج از کشور، فرسادینشون فرانسه، از فرانسه ارسالشون کردید به عراق، از عراق فرسادینشون تو ایران که اینا یه سری کشته بدن مطرح بشن تو دنیا، جوانای مردم مفت و مسلم جونشون رو از دست دادن، یه مش دانشجوی با غیرت با شرف ایران پرست با سواد گول خوردن، چرا جوان مردم رو
کشیدن بردن دادنشون دست سپاه پاسداران و اونام تو سرایی کرمانشاه زدن دخل بچهای مردم آوردن که فردا همشون میتونستن برای اون ملت خدمتگزار ملت باشن. چند تاشون من تو همین آلمان میشناختم تفلک و بچهای خوبی هم بودن، بهشون هم ما گفتیم، همشون هم میهن پرست بودن، گول سازمان تروریستی مجاهدین رو خوردن، بعضیاشون که قصر در رفتن از عراق موفق شدن فرار کنن بیان ترکیه، با چه مسائلی موفق شدن از طریق سازمان ملل خودشون رو به پاکستان رسوندن، مجددا برگشتن آلمان، پول ما واسه شون جمع کردیم و فلان اینا. بعد وقتی پر به منو میدیدن که بیچاره دیگه حالت روانی بهشون دست داد، میگفتن کاش که به حرف تو گوش داده بودیم. اینا رو به خدا به روح پدر مادرم دروغه که بهتون نمیگم، دلیل نداره مثلا چی میخوام من پول بدید مگه. بعد حضور شما عزیزان عرض کنم که این سازمان تروریستی مجاهدین دستش تو دست وزارت اطلاعات جمهوری اشغالگر اسلامی، همکار سپاه پاسداران این اراذل اوباش، حامد کیسه کش، این یارو محسن یادگارا، این یکی معصوم قومی، همه اینا دستشون تو دست سازمان تروریستی مجاهدینه. اینا برنامهشون این بود که به این اسم، چون میدونستن تو ایران چیزی ندارن، وجهی ندارن، گفتن که ما اینا رو میندازیم جلو، شماها برید وارث تاج و تخت رو بکشید بیارین طرف خودتون، یه کودتا میکنیم، این آقا رو هم از سکه میندازیم، عجل و چش طرفداراش میندازیم. داستان همین بوده که من دارم براتون میگم. این آقا رو از چش هموطناش به اصطلاح طرفداراش میندازیم، طرفداراش شروع میکنن بهش حمله کردن و فحاشی کردن و تهمت زدن و توهین، و که با عرض پوزش، با یک جوان پوزش، کلماتی که باید نثار این اراذل اوباش بشه رو ما بیایم از دهان میهن پرستان خارج بشه بر علی شاهنشاه پادشاه قانونی کشور، که یه عده آشغال کوکائین زن معتاد کثافت فحاش بی شرف بی پدر و مادر که توسط یه عده آشغالتر از خودشون مثل اون رضا دزده که این شاگرد پادوی لگن فروش دوز، که اون لگن فروش دوز رفته یه آشغالی را آورده تو طویلش، جمع شدن تو اینستاگرام یا تو همون طویله لگن فروش دوز، که این لگن فروش دوز باید بدانی، لگن فروش دوز باید اینو بکنی تو مخت، فرقه تبهکاران رفت، برو قایم شو هر جا میتونی، برو دو پا داری 200 تا پای الاغ و یابوان قرض کن و بدو تا میتونی، بدو انقدر بدو که برسی به بر بیابون، بری وسط بیابونای تگزاسی جایی، بری خودتو قایم کنی، مرده و زندت میاریم جلو چشات بی‌ناموس، چون غلطای زیادی که خودت نمیتونستی بکنی، جرأت گفتنش رو نداشتی، گذاشتی تو دهن این کثافت و اون یکی بچه بازه تو کانادا، بعد بلایی سرت میاریم. به هر حال اینا کاری کردن که گفتن ما کاری میکنیم که وارث تاج و تخت رو میکشیم میاریم میذاریم بغلس معصوم قومی، و همین اراذل اوباش، حامد کیسه کش و نمیدونم اون یکی چی بود، یارو وارفته مثل شیر برنج، بعد میگه من تو هالیوودم، جاروکش هم نیست، بگه چی اسمش، چوس بنیادیه که زنی که آشغال، آره اینقدر اینو بعد وقت چیز میزش کردن دیگه رنگش زرد شده، مادر مرده. بعد وقتی این علازت بره پیش اونا بشینه، بعد ما از علازت بعد اون میاد، بعد میایم اینجا میشینیم و خدای نکرده زبونم لار جسارت میکنه، ولی اینا اینقدر احمقان که نمیدونن ما دست اینا رو خوندیم. چرا؟ چون این اولین ترفندی نبوده که سازمان تروریستی مجاهدین با وزارت اطلاعات فرقه تبهکاران زده. ما حقاها دیدیم، ما فولادوندها دیدیم، ما خیلی چیزا دیدیم، خیلی چیزا دیدیم، خیلی اینقدر از این بابا داریوش ناهمایون حزب مسروقه درست کرد دیشب، بچه ها همین امروز گزارشش برای من اومده. اون زن بیشور بی سواد تو لندن که میگفت من دبیر کلم، بغل دست تجزیه طلبا و با کمک ادمین های وزارت ملت، گوش کنید، یارو مال وزارت اطلاعاتیه، با حزب مسروقه تو اینستاگرام اتاق زدن با هم نشستن، میگن اتاق گفتمان سیاسی. یعنی یه روزی رضا احمدی بره تو اینستاگرام یه اتاق بزنه، بعد شریک من کیه؟ یکی از مامورین اطلاعاتی. بعد یاران قشنگ با دوربین زده با چهره خودش اومده، یه زنه، حالا اسمش برام فرستادن بچه ها، کار ندارم. ما این چیزا رو دیدیم، ما خیلی چیزا دیدیم، چیزمی زیاد دیدیم. بعد تو انجوجه که تخم قاز فروش فلون فلون شده که فیلم ها و عکسات داره میاد بیرون،
در به داغون آشغال که گالیش هم زیر پات، باز لگن فروش دوزی گالیش پاش بوده، تو گالیش هم پات نبوده، فلون فلون شده. هنوز همین الان بوی پهن تویله گوسفند، گوسفند میدی و تو بز میدی. آشغال بزرگترین آرزود این بوده که یه روزی مثلا تو بتونی شهر آمل رو ببینی، بابل رو ببینی، یه روزی بتونی ساری رو ببینی، شهر شاهی رو ببینی. این بزرگترین آرزو زندگیت بوده. تهران که هیچی هستند، خوش کردی. یا حامد کیسه کش در به داغونه کسافر، تو تا دیروز سوار تیاره جمهوری اسلامی میشدی میرفتی ایران، خانومبازی و تریاکشی و باقلبا خورید اونجا بود. آشغال بعد شما بیاین کاری بکنین که ما جلو الازد وایسیم. دیدی چه بلای سرتون آوردیم، دیدی چه ضد کودتایی کردیم. و این سازمان تروریستی مجاهدین اینا رو انداخت وسط که اعلیحضرت از چشم ما بندازن، اعلیحضرت رنگ رو از دست بده و امتیازها رو از دست بده و بازی رو وا بده و من بغلس اینا. خب ما هم که نمیتونیم رو حرف پادشاه حرف بزنیم، ولی ما از اینا تیزتر بودیم. چی عرض کردم خدمتتون؟ با حفظ حرمت پادشاه، هر کس به پادشاه بخواد توهین کنه غلط میکنه، بگی من مشروطه خواهم، غلط میکنه، به گور پدرش میخنده. یک بار دیگه تکرار میکنم، هر کس به ساحت مقدس پادشاه توهین بخواد بکنه، حرف به اسم انتقاد، من معنای انتقاد رو میفهمم، معنای پدر سوختگی هم میفهمم، خودم قاپ قمار خونم، به اسم انتقاد پدر سوخته بازی در بیاری، مرده و زنده تونه میارم جلو چشاتون. ما تن فشخورمون گوده گوده، تن چوبخورمون گوده گوده. ما اصلا دیدی دیگه، این یه نمونهش، این جوونه مردم یه نمونهش. همسر پادشاه دستور دادن آقا اعتصاب قضا رو قطع کنید، ایستا، گفت نه من میخوام بمیرم اصلا. این یه نمونهشه. ما اومدیم بمیریم، بعد بیام چهار تا فوش، چهار تا دزد و ولگرد و تنلش بخوام تو اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم چی گرام بدرزین، و چهار تا تهدید شما بدرزین از شماهایی که سرشو فرقه تبهکاران زمین بذاره، تک به تکتون رو با چک و لگد برمیداریم میاریم ایران. ولون ولون شده ها، بگذاریم. و بعد اینا اومدن به این شکل که ما رو کیشمات بکنن، بعد حمال ملکی بیاد برای ما منشور بنویسه، مردشون رو قیافته ببره، که الان یه سندش امشب از یه حمال ملکی بهتون نشون میدم، حیف حمال، که هیچی دیگه. بعد مشروط خواه هم مثل جیگر زلیخا تیکه پاره بشن، یه عده به اسم مشروط خواه تو ما که نفوذ کردن. آقا یعنی اینم مد شده بود، یعنی شما از شاهزاده بیشتر میفهمید، یعنی شما میخواین که رو شاهزاده بیستین. حرف ما، من به بچه ها چی میگفتم؟ گفتم اصلا نترسید، بگید آره ما به موقعش جلو پادشاه هم میستیم، اما حرمتش رو نگه میداریم. بگید نترسید، بگید رضا احمدی گفت، چون من میدونستم دستشون رو خونده بودم، گفتم خیالتون راحت باشه. آخه به ما عین میزنن، جوونن دیگه، به هر حال خب تازه وارد کارزار سیاسی شدن. آقا نترسین، شما صدای منو ضبط کنی، برید صدای منو پخش کنی، فوشش رو زدم بخورم. ما پادشاه یک شخصه، جریان پادشاهی یک جریان کلیه، پادشاه یک نهاده، جریان پادشاهی نهاله، مثل یک درخت که این درخته هزار تا شاخه داره، یکی از این شاخهاش امروز رضا پهلوی وارث تاج و تخته. ندرسید بچه ها، اما حرمت پادشاهتون باید حفظ بشه، یعنی همیشه بهشون باید بگید اعلیحضرت. اعلیحضرت میدونن دارن چی کار میکنن، همیشه هم بهتون گفتم تو بازی اعلیحضرت نری اصلا و ابدا، کاری به کار اعلیحضرت نداشته باشی. فردا شب اعلیحضرت صحبت کرد با صدا و سیمای جمهوری اشغالگر اسلامی، وظیفه همه هست، ضبط کنید پخش کنید، درود به شرف اعلیحضرت، آی لوف یو جاوید شاه. جاوید شاه کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. یک جمله این ورانور نباید بگی پشت سر پادشاه. دیدی دیگه بهتون میگفتم باریکلا که حالا این فهمیدید یاد گرفت، پشت سر پادشاه نه کنار دستش. کنار دستش برید وایسید، مثل یه عده یابو براتون میداره، یه قدم میان جلو میگه خب من چرا شاه نشم؟ خب من دیگه با شاهزاده کاری ندارم، من قهرم. یابو براتون میداره، آدمیزاده، آدمیزاده یابو براش میداره. پس همیشه وایسید پشت سر پادشاه، نه یه مد دو مد، هر چه دورتر تر 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 بهتر تر 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 تر. چرا؟ هر چی میرین دورتر عظمت این نهاد و این نهال رو میبینید. و سازمان تروریستی مجاهدین تیرش به سنگ خورده، حالا که تیرش به سنگ خورده به جفنگ افتاده، میگه شاعر که قافیه کمارد به جفنگ آیدی، همچیزی میگن، حالا به جفنگوی افتادن. اما مهم نیست بچه ها،
دشمنان مشروطه پادشاهی رو یکی پس از دیگری، قشنگ حرف من گوش کنی بچه های میهن پرست واقعی، خوب گوش کنی، دشمنان پهلوی، دشمنان مشروطیت، من وقتی میگم پادشاهی مشروطه یعنی پهلوی، دشمنان مشروطه پادشاهی رو یکی پس از دیگری بزنین تو دهنشون، این راکت هست پینگ پونگ بازی میکنین، چنان بزنید که صدای خورد شدن دماغ و دنده و دهن و سر و چشش بپکه، هیچی تو صورتش باقی نذارید، اینطوری پشت دستی بهش بزنید از این چکای افسری که برق از چشاش بپره، هیچ تعارفی با هیچ کدومشون نکنید. مصدقی ها خائنن، ایران رو به باد دادن، با هیچ مصدقی رفیق نشید، هر کس از مصدق حمایت کرد حرف زد، نه مصدق جمهوری طلب نبوده، همین گوه زیادی که لگن فروش دوز مجددن داره میخوره که نوش جونش بخوره، یه لیوان چیزم بذارید بغل دستش ادرار شطور اونم میل کنه، نوش جونش، گوارا وجودش. مصدقی ها ایران رو به باد دادن، مصدقی ها خیانت کردن به ایران، ما هیچگاه مصدقی ها رو نمیبخشیم، اگر مصدقی ها به خمینی کمک نمی کردن، نه سازمان تروریستی مجاهدی، نه چریک های فدای خلق روسیه، نه توده ای های همیشه خائن، نه چپ وابسته، نه کمونیست های جهان وطن، هیچ کس، نه انگلیس، نه آمریکا، هیچ کس هیچ غلطی نمیتونست بکنه، مصدقی ها باعث ورود خمینی به ایران شدن. رهبرشون کی بود؟ دکتر شاپور بختیار. نماینده رفیقش کی بود؟ کریم سنجابی، آشیخ مهدی بازرگان، داریوش فروهر چماقشش 28 مردادی، اینا با هم ائتلاف کرده بودن، دعواشون همه سرگری بود، همش پدر سوخته بازی بود. 22 بهمن همه میهن پرستان تو تهران گفتن بختیار از مرز بازرگان در رفت، آشیخ مهدی بازرگان فراریش داد، برنامه بود بشه نخست وزیر شاه، بیشتر علازه تصمیم گرفته بودن، ولی اینم بیا بیشتر فشار بیاره، اگه 1% علازه تصمیمش متزلزل میخواست بشه، اون 1% هم این حل کرد، علازه تو جمع جورش بکنید بذارش تو هواپیما، بالی حضرت از کشور بره بیرون، وقتی رفت بیرون منم یه چهار تا چاخان پاخان میگم و فرودگاه رو باز میکنم، نمیکنم، آی میکنم، آی بیای، من که تمرگیدم، من که اینجا نخست وزیرم، دروغ بود، پدر سوخته بازی بود، فقط هدف این بود که اون بیناموسو بیارن تو ایران. وقتی اومد ایران دیگه کاملا مشخص بود 7-8 روز دیگه مملکت کاملا متزلزل از هم میپاچه و شاهی هم دیگه در کار نیست، ارتش هم فقط از شاه دستور میگیره، پدر ارتش رفته، ارتش بی پدر شد، تموم شد، مملکت رو دادیم دست مصدقی ها که اینا خیال کردن این مردی که بیمار روانی میره توی قم اونجا، این آخونده نمیفهمه، این میخواد بره اونجا هر چنگای سر منبر مثل یارو پاپ تاپ کیه، یارو پاپک کیه، یارو تو واتیکان بره اونجا بگه دولت باید به فکر مستضعفین باشد و همه خانه بدید، همه باید سیخ جیگر بخورن، همین شب بخورید، اینجور نباشد که فقط من نخورم همه بخورن، همه بیان مال منه بخورن، من هم مال همه رو بخورم، بخور بخور است. این ای آدم احمق، این فقط میخواد این زرا رو بزنه، ما مملکتی میگیریم چقدر هویدا نخست وزیر باشه، چرا 13 سال نخست وزیر باشه، چرا من بازرگان نباشم، آقای سنجابی شما میشی وزیر امور خارجه، چرا خلعتوری وزیر امور خارجه باشه، آقای فروخر شما که مثلا دست به چماقت گوده گوده، شما بشو وزیر کار، کارگرم شلوغگرم با شما آغاز رو سر شما ماشاءالله که این کاری، آقای دکتر شایگان، آقای صحابی، ید الله، اسد الله، نشید الله، روح الله، همه ما حال کنیم دیگه، فلسطین هم میگیم بیاد اینجا و یاسر عرفات به آمریکا میگه نگاه کن ما با اینا رفیق، ما اگه بخوای شیطنت بکنی همون کاری که توی چیز هانوی و سایگون باهت کردیم تو ویتنام، همون کارو میدیم حزب الله و حماس میدیم تو بیروت بخورنه. بعدش هم آمریکایی که خودم اصلا اونا ما رو سر کار آوردن، اروای ننتون اینایی که گفتین آره اون یارو از شما زرنگتر بود، خیال کردین بیشوره، شما بیشور بودی، با آفتابه خمینی آفتابه گرفت رو تمام دکتراتون که از سوربن گرفته بودی، با آفتابه حال داد رو دکتراتون. بچه ها محکم جلوشون بیستید، به دشمنان پهلوی رحم نکنید هیچ مده، نه از کلام ازشون کم بیارید نه تو بزن بزن، مرده و زنده شون رو بیارید جلو چشاشون. کار فرقه تبهکاران تمام است، به زودی زود شاهد خیلی اتفاقات خواهید بود، پادشاهمونم قدمشو میذاریم رو تخم چشممون، میبریمش ایران،
پیکر خدایگانم میبریم ایران، ایران رو در عرض چند سال به جایی خواهیم رسون. همین چشما بیان بگن ما پهن خوردیم. ببینم اون رضا که اینو بهتون گفت. حالا نگاه کن، فعلا عرضی ندارم جز این که لگم فروش خر است و عرازل و اوباش هم گاو من است. تا بریم به قسمت بعدی برسیم جناب مهندس، بریم تو شماره 3. آشغالا میان سفرهای انگلیس، روس، اینا ماشین میارن. جنگ اول جهانی ماشین زیاد میشه. در قزوین افسرهای انگلیسی بودن. خیلی جالبه، دنسترویل افسر انگلیسیه، میگه ما قزوین و خیابوناشو اسم گذاشتیم اکسفورد استریت، لندن استریت، اینطوری. بعد کم کم ماشین زیاد میشه. یکی از ماشینهایی که وارد ایران میشه، اولا سفرها میارن، اولین ماشین وسوق الدوله بوده. خیلی آدم شیکی بوده، نخست وزیر بوده. قبل از اون ناصرالملک، چون مقیم لندن بود، گفت آقا من ماشین میخوام، من حاضر نیستم با کالسکه به ایران بیام. اون موقع ارزش ماشین به پول ما چقدر بوده؟ یعنی مثلا خیلی گرون میافتاده؟ نه خانم، مثلا 3,000 تومان 4,000 تومان. ولی مافیا همیشه تو ایران بوده. از زمان رضا شاه به بعد توجه میکنید، یه سری مثلا سلشگر زاهدی، کازلونی، اینا یه شرکتی درست کردن به نام کازادما. خب بعد بدبختی اینه که یه سری تجاری که مال کشورهای خارج بودن، مثلا یهودیانی بودن که مال عراق بودن، مال سوریه بودن، مشعل و کتانه، من تو این کتاب همین دار نوشتم، اینا میان اسمای عجیب، یزغل، مشعل، کتانه، ماشینی که 3,000 تومان با فروش بشه دست به دست میکردن. کاری که باسم متاسفانه در مواردی شده، مثلا من میومدم 50 تا ماشین جمس می آوردم یا اولدزموبیل می آوردم، اینا رو به فامیلام می فروختم. شما که می اومدی گفت من ماشین می خوام، گفت نه تموم شده، اسم نویسی کردی. شما لطف کنید، ما یه نفر رو داریم آدم خوبیه، به این معرفی می کنیم، این ماشین به شما می فروختم. ماجرای ماشینی پس خیلی تاریخیه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. چرا اینو براتون پخش کردم؟ اولا از الف تا یه آدم دروغگو، خسرو معتزد این اسمش، که یه بارم اومدم ازش چیزی پخش کردم، یه دو سالی خفقون مرگ گرفته و رفته و دو مرتبه اینو علمش کردن. این توده بیناموس یکی از مأمورین حرفه‌ای سازمان مخوف توده است، یکی از حقوق بگیران وزارت اطلاعاته. این بیشرف هر از چنگای وظیفشه، فقط هم یک وظیفه داره، کوکش میکنن میارنش تو طویلهی که بهش میگن صدا و سیما، اون طویله است. این زنه کرده دیدید، حالا این زنه کرده بهتون میگم. اینو وقتی میارن هر از چنگای اینو میارنش اونجا که چیکار کنه، فقط یه هدف داره، پهلوی رو بزن. مخصوصا رو رضا شاه هم چیز کرده، زوم کرده. چرا؟ هر دفعه جریان پهلوی تو ایران گل میگیره و گر میگیره، این مثل آتش گر میگیره میاد بالا، این مأموریت داره بیاد بشینه تو اون طویله این زرار بزنه. اما انقدر بیشعورن، وظیفهش دارن انجام میده، انقدر بیشعورن که نمیدونن حرفایی که اینا دارن میزنن، مزخرفاتی که میگن و دروغایی که میگن، که این همین حرفایی که زد شنیدی راجع به ماشین و مافیا، اینا تمامش دروغه. یه چیزی مثل راحت بهتون بگم، تاریخچه این جنگولک بازی زیر دست منه، تاریخچه ورزش ایران، مطبوعات ایران، اتومبیل ایران، سینمای ایران، تئاتر ایران، تاریخچه لاله‌زار. خب برای همین من اکابر اینا خیلی به من یاد دادن تو اکابر این چیزا رو. خب و دنبال فیزیک و شیمی و ریاضیات و هندسه و جبر و مثلثات نرفتم، نه مخم کشید، نه فیزیکن کشیدم، نه اصلا خوشم اومد، اصلا سرگیجه میگرفتم هرچی میگفت سینوس و کوتانژانت و اینا، من نمیفهمیدم، هنوزم نمیفهمم جذر این چنده، عدد پی چیه، میگفت عدد پی مثلا من میگم یعنی پی گوسفند. خب اما رفتم دنبال اون چیزی که علاقه داشتم. خدا رو شکر پدر مادرم هم روشنفکر بودن، نگفتن تو حتما بشی مهندس دکتر، چون اصلا تیپ من به مهندس دکتری نمیخواد، بزن به کارش برسه بچه مردم، بزن به همون اکابر خودش برسه. و من تو این کتابای اکابر غلط میخوردم، دوست داشتم مثلا بدونم سینما چجوری تو ایران به وجود اومده و دنبالش رفتم، درستم رفتم، ماشین چجوری وارد ایران شد و چه و چه و چه. این همش داشت بهتون چرت و پرت میگه، حالا کار ندارم به این موضوع. این بی پدر و مادر تنها وظیفش
پهلوی ستیزیه، اما انقدر احمقان نمیدونن که موضوع داره برعکس جواب میده. یعنی امروز هر کس میاد با پهلوی پهلوی ستیزی میکنه، از رضا شاه بزرگ بعد میگه، خدایگان بعد میگه، از الازه پهلوی سوم بعد میگه که نمونهشو دیدید چه تو دهنی خوردن پس مونده هاشو معصوم قومی ها دیدید دیگه. الان بدونشون دادم ملت یه رو تخم غاز بروشه رو از وسط جر بده دیدید چه چپوندهش تو ماشین در رفت دیگه، پاتو نزنید تو خیابونا دفعه بعد بد جوریه. این فعلا تست کردیم ببینیم چه جوریه. خب بنابراین اینا اینقدر بیشعورن نمیدونن که وقتی حرکاتو میکنن این داره عمل، این عکس العمل منفی داره نشون میده. مثل معمای شاه که یه قسمتی گویا بوده که، یعنی گویا بوده که من این قسمتشو بچه‌ها ضبط کردم، من دیدم یک شخصی سعید راد بوده، نمیدونم کی بوده، یادم رفته، همیشه هم بهم گفتن یادم رفته، که در نقش رضا شاه بزرگ بازی میکنه، این افتخار نصیبش میشه، یه کشیده میزنه به یه آخونده و بعد داره با لگد میزنتش اینا تو اون صحنه. مردم تمام سریال رو ول کرده بودن فقط به اون قسمت چسب میده بودن. آقا این قسمت انقدر ضبط شده بود پخش شده بود که خود رژیم کف کرد. چرا؟ آها، چون هیچ وقت یادتون نره خورشید زیر ابر نمیمونه. بچه ها نوجوانان، جوانان گوش کنید بهتون چی میگم. در سردترین نقاط کره زمین که کلوفتی این ابر، ابر سفید دیگه نیست، دیگه شده ابر تقریبا سیاه خاکستری یه تیره رنگیه، در شمال کره زمین، مثلا بگید در سیبری، بگید در شمال نروژ، به هر حال در مناطق سردسیر اقیانوس منجمد شمالی، تازه در بدترین وضعیت آب و هوا بهش میگن اعتدال زمستانی، یعنی زمستان مطلق. به قول خودمون مثلا در دیماه، دی و بهمن که دیگه اوج سرمای زمستانی هست، همون چل کوچیکی چل بزرگی خودمون که میگیم، حالا اینا مثلا خارجا وگیش کردن اومدن چیزای جغرافیایی گذاشتن، همون چل بزرگ کوچیکی خودمون. خب به هر حال این خورشید یک صدم ثانیه هم که شده خودشو از لای این ابرا نشون میده، یعنی نشون میده ببین من اینجا هستم و تو این ابری که آوردی جلو من، ولی من هستم، این روشنایی هست، یعنی به هر حال اون منطقه به خودش یک چند ساعتی روشنایی میبینه. خورشید رو کامل نمیبینید ولی نگاه به آسمون که بکنید میتونید جهت خورشید رو تشخیص بدید، جهت آفتابو. هیچ وقت حقیقت همون حالت رو داره، حقیقت مثل اون خورشیده. شما هر چی بیه جلوی حقیقت ماله بکشید، آقا 43 سال، 44 سال، 44 سال کتاب چاپ کردن، فیلم چاپ کردن، فیلم درست کردن، سریال درست کردن، نه یه دونه، دوتا، صد تا، هزار تا، پول نفت و خرج فقط پهلوی ستیزی کردن، نصفش هم خرج تروریست کردن که بمب و موشک بندازن سر اسرائیل. اراسی یادم رفت بگم دست گل درد نکنه ارتش اسرائیل، یک دست خسته نباشید مفصل به ارتش اسرائیل، دمتون گرم، دست گلتون درد نکنه. زدید خار مادر یارو رو آوردن جلو چشاش. چه حالی کردم دیشب، دیدم متاسفانه کمی دیر دیدم ولی دیدم، دست گلتون درد نکنه، خیلی عالی بود واقعا، ایشلب دیش دست درد نکنه، الهی که اون عصای موسی بخوره وسط کاسه سر هرچی عربه، حیف عصای موسی. این یادم رفته بود بگم دستتون درد نکنه، خیر ببینی من که قابل نیستم، درد و بلاتون بخوره وسط کاسر بنش امیر. به هر حال حضورتون عرض کنم که اینا هرچی فیلم درست کردن، سریال درست کردن، کتاب چاپ کردن، پول مملکت خرج پهلوی کردن، پهلوی دزدی کرد، پهلوی اله کرد، پهلوی خورد، زندانی ها رو میداختن جلو، خرس، خرسه رو میداختن به زنه، زنها رو میبستن سوسک میکردن توی شورت و شلوار زنه، بچه ها فرار کردن از اوین، رو تپه ها زدن، تو مستراح زدن، هرچی گفتن یه نسلی که نه رضا شاه که هیچی، شاهنشاه هم که هیچی، اعلیحضرت هم ندیدن، خود ولایت عهد که در زمانی که در ایران ولایت عهد بودن ندیدن، اصلا جنگ ندیدن، اصلا شروعش 57 رو ندیدن، با 20 سالشونه اومده تو خیابونا پاچه کرده تو یک کفش میگه رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی، تا چشمت کوش علی شیره تا دندت نه. حالا تو هم خسرو معتزد برو اینقدر زر زیادی بزن اون روزو فکر کن،
اون روزو فکر کن، یادت نره ها خوسی یادت نره چی بهت گفتم. اون روزو فکر کن که جوونا یه قلاده انداختن دور گرد، من قشنگ دارم اون روزو میبینم، قلاده انداختن دور گردن از تو خونت دارم میکشن، تو هم داری میگه غلط کردم، غلط کردم. میگن کاری باید نداریم، میخوایم بیاریمت وسط میدون شهر برای ما تاریخ بگی، اگه تاریخو تعریف نکنه اون وقت خارمادرت میاریم جلو چشات. باید بشینی راجع به این ماشینا بگی، کی ماشین وارد کرد، ها مافیای ماشین کی بود، قیمت ماشین خودت گفتی دیگه، الان گفتی 3000 تومان 4000 تومان، حشر زاده، حبش زاده، آتش، ممدری، یهودی هم بودن، یهودی عراقی بودن، یهودی سوریه‌ای بودن، می اومدن ایران. آره یهودیا بیکار بودن از سوریه و اونم سوریه و عراق، یهودی ها از سوریه و عراق بیان ایران زمان رضا شاه مافیای ماشین را بندازن. تو بمیری جون مامان جون دینا، جون همون زنه که کلفتی که بغل دست نشسته، دور از جون کلفت. آره راجب این زنه که بگم، این زنه که بغل دست نشسته به 400 تا آخوند حالا سیغه شده. ببینید من که اینو بهتون گفتم چون من اسنادشو دارم، یک زن بی سواد بی شعور که مادر نامحترمش و خانواده نامحترمش شغل شرافتمند، شغل شریف رمالی و جنگیری تو ایران دارن، اینم داشته باشید، بقیهشو ولش کنید. یک کثافتی که دومی نداریم بی پدر و مادر بی سواد در به داغون آشغال بوگنی بوگنی، خدا رحمت کنه بزرگانی مثل فخری نیکزاد رو، خدا بیامرزتشون روانشون شاد، چه بزرگانی بودن. جای اونا چی نشسته؟ به شرفم سوگند من جارو دست این نمیدم، نه خونمو، خونمو نه، دم در کوچه‌مو این جارو کنه. چرا مهندس برید تو شماره 4 دستتون درد نکنه، بریم یه نگاهی هم به سازمان تروریستی مجاهدین بیاندازیم. احمدتون بی شرفید، احمدتون بی ناموسید. که ترهان را شورای ملی مقاومت تصدیق کرده تأکید داریم. من جمهوری آقای خمینی رو دیدم و جمهوری آقای بنی صدر رو دیدم، جمهوری که آقای بنی صدر با شرکت شرکای سیاسیشون آقای رجلی و دیگران در ایران بسته کار بودن، و دیدم که از دل چنین جمهوری که سنگ روی سنگ بند نیست در کشور ما، میتواند ده ها جمهوری کوچیک بیرون بیاد و به نتیجه کشور ما منقرض بشه، یعنی ایران به صورت فعلی از بین برود. و این باشید که اگرچه خواست ملت ایران نیست ولی خواست بسیاری از ابرقدرت‌ها هست برای اتحاد جماهیر شوروی، بسیار منفعت دارد که یک جمهوری کردستان دست چپی یا سیستان و بلوچستان دست چپی یا لهجه ایلان و مازندران دست چپی در کشور ما به وجود بیاید. این سرآغازی باشد برای منقرض شدن کشوری کهنسال ما، فرهنگ ما، تاریخ ما، زبان ما، ادبیات ما و ایرانی بودن ما. ولی سلطنت سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. حالا دیدی دلیل قتل زنده یا دکتر فریدون فرخزاد رو می اومد و اینا رو لو میداد. هنرمند بود، تو چش بود، آواز میخوند، شومن بود، با سواد. در کنار هنری که انجام میداد، خب خیلی‌ها فقط میرفتن هنرشو ببینن، چون من یکی از کسانی بودم واقعیت میگم، نه حالا مثلا خارج از کشور الله موت شده همی میگن، من در ایرانم سکولار بودم، من اصلا مسلمان نبودم، با ایرانیام هیچ کاری نداشتم. خیلی حرفا، من تو ایران بودم، سکولار بودم، مسلمانم نبودم، با ایرانیام در ایران هیچ کاری نداشتم، بچه نیاورانم بودم، خونم نیه متر و نیم حدود دو وجب با شاه خونم و فاصله. هر روز صبح شاهنشاه که از کاخ تشریف می‌بردن بیرون، من سر نبشی می‌رفتم کله پاچه بخرم، علازاد می‌دیدم، بعد بودم علازاد کله پاچه بود، نه من همین الان حلیم خوردم، میلی کله پاچه ندارم، هر که منو خواهش از کشور اینا رو به ما میگفت. بله پدراشون هم زیر تیمسار نبود. آره بعد من شرمنده میشدم مثلا بگم من مثلا خیابون شاه اومدم، خیلی هم فاصله داشتم با کاخ نیاوران، سکولارم نبودم، اتفاقا نمازم گهگاهی میخوندم، مخصوصا وقتی ریاضی امتحان داشتم و گهگاهی روزه هم میگرفتم، گهگاهی تا سوهاشون رو زنجیر منجر میزنم، اونه آیه بو میده، این از مانیزی سکولار نیست. بله حضور شما عزیزان عرض کنم که من جزو کسانی بودم که هم از تیپ فریدون فرخزاد و هم از صداش خیلی خوشم میومد، خیلی خوشم میومد واقعا، یعنی صداشو میشنیدم خسته نمیشدم. به ویژه وقتی که هر دفعه من زنده یاد فرخزاد رو میدیدم عاشق کفشاش بودم، اینو خیلی از دوستان قدیمی من اینو میدونم، کفشاش بودم. آره یکی از مردان جنتلمنی بود که همیشه کفشاش برق میزد و این خیلی مهمه برای یک اساسا برای یک انسان، به خصوص برای آقایون که کفش مرتبی داشته باشن و بسیار ست لباس می‌پوشید، خیلی مهمه این.
میدونست چه رنگی رو با چه رنگی ست بکنه. و خب خیلی ها میرفتن فقط این ست کردن و این مثل من آدم معمولی کفشو ببینیم و ترانه هاشو گوش کنیم اینا. و بعد خب ایشون هم از این فرصت هنرمندی خودش استفاده میکرد و ما رو آگاه میکرد، یعنی در اصل یک دانشگاه هنری بود. هم میرفتیم اونجا، من یه بار خدمتش عرض کردم روان شاه، گفتم فریدون خان شما منو یاد دانشکده هنرهای دراماتیک بندازید. گفت چرا، چی شد که اومدی روی این ایده؟ گفتم بخاطر اینکه اونجا هم شما میخونید و به هر حال شما حرفه‌ای هستید، همین که واقعا یک دانشگاهی هم هست چیز یاد میگیرین. گفت باری کلا چه مثال قشنگی. به هر حال این مرد به خاطر این کشته شد، یعنی کشته نشد، تکه تکه شد. و یه مش بی شرف نشستن یک سازمان چاخان پاخانی هم درست کردن، درفش کاویانی، پولم میگرفتن از CIA که دخترش میاد با افتخارم میگه آره من با بجونم میگه پول میگرفت، آره. و میگفتن که بله با وزارت اطلاعات رفاقت کرد، بعجوری رفاقت کرد، گول خورد، ما از سازمان بیرونش کردیم، تو بمیری جون مامان جونت. اینا تمام حرفات ضبط شده، تمام گفته هامون ضبط شده، هر کی 30 سال پیش، 35 سال پیش، 40 سال پیش تو کیهان لندن چی نوشت، تو نیمروز چیا گفت، تو همین خارج از کشور یه روزنامه اینجا چاپ شده بود چیا گفتید، جلو دوربینا اومدید. خب خیلی هاتون آرشیوا رو رفتی، مثلا این لگن فروش دوز خیلی از آرشیوا رو از بین برد، بعد میگه آرشیوا هم از بین رفت، دروغ میگه، همه رو ماسمانی کرد. اما خیلیش دست ما هست، خیلیش دست ما هست، ما خیلی آرشیوا رو داریم، آرشیومون کامل هیچ جای دروی براشون نذاشتیم، هیچ جایی نذاشتیم که فرار کنن. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید 5 تا 10 چند تا عکس ما باز مزاحم شما شدیم، این عکس ها رو هم لطف و محبت بفرمایید. بچه ها زنگم بزنید دست گلتون درد نکنه، ممنونتون، یه سری هم به این عکس ها بزنید. حالا بی دلیل نیست ها اینا رو میگیم، امشب برنامه‌مون یک برنامه ایست در چارچوب مثل همیشه در چارچوب میهن پرستی که یاد بگیریم میهن پرستی رو. کنسول روس و انگلیس در اصفهان میکوشیدند، کنسول روس و انگلیس در اصفهان میکوشیدند سمسام السلطنه را از اعزام نیرو برای سردار اسد باز دارند. توجه کردین؟ روسا و انگلیسا سعی میکردند که نیرو به سردار اسد نرسه. دست گل درد نکنه جناب مهندس. اینم تیتر روزنامه، اینم عکسایی که متعلق به همون زمانه و جریان مشروطیت و چه و چه و چه و چه و چه و چه. در پترزبورگ می نوشتن پترزبورگ، معتقد بودند که به هر تقدیر شده از محمد علی شاه باید حمایت شود و در سفارت روس پناه گیرد. شاه ایران، شاه قجر، سلطان قجر بره تو سفارت. ملیون چون دروازه را باز و بدون پاسبان یافتن، بدون آتش کردن یک تیر داخل شده. دارید اینو؟ اینا تاریخ بچه ها، اینا تاریخه. پدران ما اینطوری کشور نجات دادن. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید عکس بعدی رو. اینا تاریخه، تاریخ زنده مملکته، هیچ کس دیگه نمیتونه زیرش بزنه. اینجوری ایران رو نجات دادن بانو بی بی بختیاری ها. اینو میبینید، این ایران ماست، این پرچما رو میبینید، این پرچما رو من گذاشتم. خب چرا گذاشتم؟ این چند وقت مد شده، اینو پخش میکنن به اسم مشروطه خواه، دروغ میگن. یه مش بچه بسیجی، یه مش بچه پاسدار که در خارج از کشور حتی براتون میان لایو هم میذارن، شاهزاده شاهزاده هم میکنن، اینا رو پخش میکنن به حالت دلسوزی که مثلا به طور مثال استان مثلا خراسان رو نگاه کنی سمت راست، این به اندازه ژاپنه. مثلا فرض فهم استان اصفهان رو نگاه کنی، این به اندازه آلمان شرقیه. استان سیستان و بلوچستان نگاه کنی، بنزه آلمان غربیه. یعنی استان سیستان و بلوچستان و استان اصفهان اندازه کشوریه که الان من توشم، دو تا استان ما. استان فارس رو نگاه کنید به اندازه اتریشه. استان کرمان رو نگاه کنید به اندازه کرمان و یزد با هم، به اندازه انگلیسه و و و. این پدر سوخته بازیه.
میخوان کشور رو به این تکه 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 تقسیم بکنن. خوزستان رو ببینید به اندازه اسرائیل و هلنده، مثلا استان بوشهر رو ببینید به اندازه آلبانیه بغل خلیج فارس، استان مثلا آذربایجان غربی به مرکزیت رضایه به اندازه دانمارکه، آذربایجان شرقی به علاوه اردبیل به اندازه پرتغاله، خب استان مثلا فرض کردستان به اندازه لبنانه، استان کرمانشاهان به اندازه جیبوتیه و غیره و ذلک، هم که داره استان مرکزی مثلا به اندازه سوئیسه، استان کوهگلوی و بویر احمد به اندازه مثلا بلژیکه، یه عذر میخوام استان لرستان به اندازه بلژیکه، استان سمنان به اندازه مجارستانه، این من پرچماشو گذاشتم که بتونید راحت پیدا کنید، استان کوهگلوی و بویر احمد مثلا با استان چهارمحال بختیاری به اندازه دو تا کشور جامائیکاست، مثلا جامائیکا و اون یکی کشور، عرض کنم حضور شما و غیر وزال. جناب مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید. اینا حواستون باشه از این نقشه ها جایی میبینید یا نه اینکه ای نگاه کن مثلا خراسان به اندازه مثلا خراسان و مازندران، خراسان و مازندران و گیلان، خراسان و مازندران و مثلا یه مقداری از گیلان به اندازه ژاپن، آذربایجان شرقی و غربی و یه ذره گیلان مثلا از پرتغال، جوری یا براتون نداره حواستون باشه. حالا این پایین که تو گیومه نشون داده شده این کتاب اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی سومه، فرمایش خود ایشون رو من براتون میخونم. پنجم، یعنی گفت ایشون فرمودن 1 2 3 4، حالا قسمت چیز مسئله پنجمه، در این برهه از تاریخ میهنمان من شخصا، اعلی حضرت میفرماید من شخصا برای ایران نظام پادشاهی مشروطه را برتر از جمهوری مییابم، اگر غیر از این بود بیش از 2 دهه پیش وظایف وارث تاج و تخت ایران را بر دوش نمی گرفتم. وظایف بله. بخشی از استدلال من تا حد بسیار زیادی از ماهیت و چگونگی ایران و ساختار فکری و فرهنگی ما ایرانیان نشأت می گیرد. برای مثال اگر قرار بود که در مقام مقایسه با ایران به کشور ایالات متحده آمریکا و صفه بند، دست درد نکنه جناب مهندس، این فرمایش خود اعلیحضرت که کی فرمودن؟ 20 سال پیش این موضوع رو فرمودن. پس چرا میهن پرستان ایستادن؟ چرا میگیم تو کار اعلیحضرت دخالت نکنید؟ اینه، ایشون میدونن کشور رو دارن به کجا میبرن، ایشون میدونن خط رو کجا دارن میبرن، ایشون میدونن دارن چی کار میکنن، ما گیجیم. خب این مرتیکری که میبینید قیافه محمد علی کلی به خودش گرفته، حالا چیز پخی هم نیست، اصغرشون هم نیست، این اصغر کلیه، معاون رئیس حزب محافظه‌کار بریتانیا، یعنی معاون رئیس بیناموسای جهان، هر کس سلطنت نمیخواهد از کشور برود. من نمیگم، اینو با سند دارم میگم، اینتر آشغال داره میگه، اگه دروغ میگه برین گریبان اونو بگیرید. کی داره میگه؟ کسی که مدعی هستن، اینا مدعی هستن توی توی انگلیس که هر از چنگایی به پروپای سلطنت میپیچن، بعضی موقعی سلطنت اخه بدجوری اخه 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 اخه، یعنی انتقاد میکنن. حالا اومده میگه هر کی نمیخواد، اینو کی گفته؟ هفته پیش که این یارو رفت خدن سورون داشت اونجا، این یارو لنگر رو به خودش آویزون کرد که نصف جواردش مال ماست، اینو اون موقع داره میگه. جناب مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید. اینا به هم ربط داره ها، تاریخو دیدی؟ فرمایش تاریخ سمسام السلطنه رو دیدید؟ فرمایش اعلیحضرت دیدید؟ اینم دیدید؟ بریم بعدی رو نگاه کنیم. آره بالام جان، من الکی نمیام اینجا دکون علوی سازی را بندازم، چون لگم فروش نیستم، ناموس شرفم به حراج نذاشتم بگم حراج واقعی، نه از این حراج دومه ای. خب لگم فروش دوز بی شرف بی پدر و مادر بی سواد ابله نادان نفهم یه طویله، یادت میاد نشسته بودی چه زر زیادی میزدی، میگفتی یه عده میان میگن سیروس، این سیروس از کجا آوردین؟ آه چشمت کورشه، اینو نگه داشته بودم به موقع بزنم تو دکا، بوز بی ناموس بی شرف نیست. چرا که در زمان کودکی ایشان به رسانه های خارجی ابلاغ شده بود که والا حضرت ولایت عهد را سیروس رضا پهلوی بنامند. حالا اونایی که به من هی میشستید زر زیادی میزدید، 2 سال آزگار هیچی بهتون نگفتم، با اینکه اینو داشتم، گفتم یه روزی میزنم تو دهنتون که فوشا رو بدید، تابلو بشید که بدونید بچه ها بفهمن بی سوادید. حالا دیدی دستور بود، من سیروس از جیبم در نیاوردم، هی هم بهتون میگفتم من سیروس از جیبم در نیاوردم، اسم اصلی ایشون سیروسه نه رضا،
اون رضا به خاطر ریشه جریان رضا شاه. جناب مهندس لطف کنید بعدی رو. بعد نشسته میگه من یه روزم به کاری سادم بعدش هم برم ایران که چاره ندارم که میرم میشم استاد دانشگاه. تو بمیری؟ آره دانشگاه توالتاش سقفش پایین اومده که تو بری بشی استاد، جون مامان جون دینا. نگاه کنید خانم آقایون، هم میهنان عزیز، سند تاریخی از دوران 50 ساله اینا رو روزنامه رستاخیز چاپ میکرد. کی میخون؟ هیچکی. از من بچه نوجوان که اصلا دمپر رستاخیز نمیزن سواد این نداشتم. کیهان و اطلاعات فقط ورق میزنیم ببینیم پرسپولیس با زباهن اصفهان چیکار کرد. پدر مادرمون هم دنبال ترهیم و ختنه سورون و کاباره ها و حوادث و کیکی و زده اینا به این قسمت میرسیدن سریع خطش میزدن میرفتن، ورق میزدن میرفتن. رضا شاه بزرگ خود میفرمایند آن کس را که به مملکت خیانت میکند باید در دریا بیاندازند. بله کسی که به مملکت خیانت میکنه باید بندازنش تو لجن، حیف دریا. الحضرت مؤدبانه فرمودن تو لجن باید اینا رو انداخت نه تو دریا. بچه به خائن رحم نکنید، اینا خائنن، همشون خائنن. آن کسی که به مملکت خیانت میکند باید بیفته تو لجن. دست درد نکنه جناب مهندس. دیدید خانم آقایون؟ دیدید؟ بعد میان میشینن جلوی دوربین خودشونو روزنامه نگار، خودشونو همه کاره. بعد میومد میگودش تو ما نمیدونم سیروس اینا کجا با هورد یه اتون نشستن هی میگن سیروس سیروس. دیدی بی سوادی؟ دیدی بی شعور من الکی گریبان نمیگیرم؟ دیدی چه تنلش بی سوادی هستی؟ در حضور ملت ایران بیا بگو که دیپلمت با معدل چند بود. بچه اینو گرفتم نه؟ علی تجزیه در حضور ملت ایران اسم پدرتو بگو، یه برگ شناسنامه بابات رو کن، من فردا جمهوری طلب میشم. میدونم کجا طول میسوزه، شما میدونید من کجا رو گرفتم. تو چشمتون گرشه خلاصت به همین یاره ایران، برای همین به ولوله افتادید تا دندتون نه. تو بسوزی تا ابد. دیدید کودتاتون رو چیکار کردیم؟ همه تون حالا میکنیم تو کود. تو دندتون نه، تو چشمتون گرشه. جناب مهندس لطف کنید شماره 11 رو دستتون درد نکنه. هممون داریم عشق میکنیم تا بسوزید. تو دندتون نه. این ششم تیر ماه در فرودگاه مهرآباد روزی کاملا عادی نیست. روزی است که شاه ما پس از سفری یک ماهه به کشور خود باز می‌گردد. این سفری بود که در آن رهبر ملت پیام دوستی ایران را برای سه کشور خارجی می‌برد و دل مردم ایران برای او تنگ شده بود. همین مردمی که در خیابان‌های تهران در انتظار او دقیق شماری می‌کنند. کوچک، بزرگ، کارگر، دانشجو، روحانی، همه و همه برای تماشای مراسم و نشان دادن شادی خود جمع شدند. بله من خیلی خوشحال هستم که شاهنشاه آریامهر پس از یک مسافرتی الان میان و تمام ما و من که دانشجوی تربیت معلم هستم آماده استقبال و پذیرایی هستم از ایشون. من هم به نوبه خودم به نام یک معلم به خودم میبالم از اینکه شاهنشاه ما بنیانگذار افتخارات جدیدی برای ما شدند. شاه خوش آمدی. سیاست مستقل کشور ما ایجاب میکند که با هر ملتی روابطی دوستانه داشته باشیم و از هر گونه امکانات مساعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به نفع مردم ایران استفاده کنیم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. تو رو خدا نظم و انضباط دیدی؟ بعد میگفتن سواک اینا رو میره تو خیابون. سواک انقدر قدرت داشت این همه آدم بکشه بره تو خیابون. خب آقایون، خانم آقایون سواکی پس 40 سال 57 آدم نکشین بیرین تو خیابون بگن جاوید شاه در سوخته های دروغگو حق بازا. سواک اگه همچین قدرتی دار چه حالا روز ما بهتر از این بود. خودتون شایعه انداخته بودین سواک دیوار موش داره موشک گوش داره. آقا تو هر خونه یه سواکی هست. کو؟ کجا؟ کی؟
کدام ساواکی؟ اگه این همه ساواکی بود، آقای پرویز صیاد صمد به مدرسه می رود، صمد به حمام می رود، صمد اژدها می شود، صمد قهرمان و خوشبختی می شود، صمد به شهر می رود، صمد سر قالیچه می شیند، صمد می پره پایین، صمد می پره بالا. این همه ساواک بود، تنگسیر، خاک، بلوچ، سوت دلان، قیصر، رضا موتوری، ساواک بود. رو میامه میگفت یاور همیشه موتا، شقایق اینجا من خیلی قریبم، روبرو جهنم پشت سر دست کلنگه. ساواک بود مردی که عربده میکشید میگفت والا و پیام بر دست کلنگ. ساواک داشتیم مردی که میگفتش که ماهی از پاشوره بیرون افتاده، شاپرکا پراشون زخمی شده، نکنه تو گله گوسفندامون، نمیدونم تو گله براهامون گذر گرگ بیابون افتاده. ما ساواک داشتیم این اتفاقا میافتاد. ساواک بود مسعود کیمیایی این آتیشا رو میسوزون گوزنا درست میکرد. عجب ساواک قویی داشتیم. خانوما رو دیدی چقدر تون صدای خانوما رو دیدی چقدر قشنگ؟ گوینده رو دیدید؟ اون دوتا خانوم رو دیدی؟ صورتهای مردم رو دیدی چقدر آروم چقدر قشنگ؟ چرا؟ مملکت پدر داشت، امنیت داشت، کشور صاحب داشت، صاحب داره کشور. علی شیره‌ای کسافت، کسافت، حیف کسافت. رئیس جمهور داره مملکت، قاتل، مردی که به اندازه 6 تا وزن خود کسافتش فقط آدم کشته و تیر خلاص زده. ابرام قاتل، قبل اون کی بود؟ حسن هفت‌خط دوز. ولایتی کو کجاست؟ جواد نلبند کجاست؟ برادران لاریجانی کجان؟ بچه های اکبر دزده کجان؟ زدن آقا 123 میلیارد دلار پولو زدن و بردن. کی برد؟ خودشون. چرا؟ علکی به اسم اختلاس پولا رو فرستادن خارج از کشور. پول کجا پخش شد؟ رفت تو شد کفش و رخت و لباس برای معصوم قومی. دروغ میگن. کدوم اختلاس؟ خودشون به یارو میگفتن پولو ورد و ببر خارج از کشور. ما هم میگیم بگیرش ای رخ دزده، الو الو بگیرین. به همین سادگی. الان یه نفر تو آلمان 123 میلیارد، 123 میلیارد چیه؟ یه نفر تو آلمان 1 یورو و 23 سنت از بانک بزنه بره. کجا میخواد بره؟ یه کشور تو دنیا بگید که اصلا آمریکا، آلمان با اون رابطه نداره. کره شمالی، اکوادور، این دوتا کشورش که مثلا آلمانی اونجا سفارت ندارن، مثلا یه دفتر دارن. کجا میخواد بره؟ فلسطین. چنان برش میگردونن که خودش نفهمه چجوری برش گردوندن. بعد پول وارد خارج از کشور تو بمیری. بعد پولا شد رخت و لباس و میکروفون برای حامد کیسکه، شد تبلیغات برای چوتشیفته فراهانی. بی پدر و مادر آشغال باباش تو ایران داره با جمهوری اسلامی همکاری میکنه، خودش اومده خارج از کشور واسطه وسط دوتا نر الاغ لب از این میگیره، بعد میره لبش رو لب اون یکی، بعد با بابات کاری ندارن. مثل یارو دختره هست که بودنش تو زندان، بعد میاد بیرون ورم کرده قلبهاش زده بیرون. آره پس چرا بچه های مردم رو آزاد نمیکنن؟ بعد فقط شما 4-5 تا زندانی رو هی آزاد میکنن، بعد میذارنش تو دهن ما که ما هم بیایم بگیم گرفتن بدجوری دارن میگیرنش. دروغ میگن، همش بازیه. اینا به آخوند به ختم فلون فلون شده های عالمه. از زمان صفویه میرن، شوقی نیست. 400 سال بابا لامصبا، هر سال 365 روزه. ماشین حساب وردارین بزنین 400 ضرب در 365، ببین چه عددی بهت میده. اصلا میده اون عددو بهت؟ سالی 365 روز بالای منبر میگن حسین 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 حسین، دستشو زدن، پاش زدن، چیزش زدن، همه جاش زدن. آخ لبتش ندوسن، خاک بر سرت کنن یزید. 400 سال سر کارمون گشتن تو این 40 سال که دیگه ایول. خب معلومه حامد کیسکشو برای اون میارن، معلومه لگن فروش دزد میاد برای شما میشه کمپوزیسیون، خب معلومه علی منقلی میشه کمپوزیسیون، معلومه ساربو میشه کمپوزیسیون، معلومه میرن جایزه خوشبختی رو میدن به آقای عبادی، اون که مثل خرچنگ را میره قد گداه باش برم کرده سرش به ماتدش نمیخوره. بری تو اسامی اهورای عزیز ما از اسرائیل 25 دلار دست درد نکنه اهورا جان. آقای ناصر غلامی 15 دلار سپاس از لطف و محبت. ساناز عزیز ما با پاینده ایران جاوید شاه 50 دلار سپاس از ساناز عزیز. روبر جانسار خاندان پهلوی که فرمودن بچه ها اعتصاب غذا ضرر بهتون میزنه مبارزه کنید، 100 دلار دست درد نکنه
روبرت عزیز، زیر دریای شاهنشاهی دلفین $50 با یک جهان سپاس از لطف شما. آقا دیوید میمم $100. دست آقا دیوید گلم درد نکنه بچه، زنگ بزنید دستتون درد نکنه، یه تکونی به چیز بدیم. خب حالا بریم یه ذرم بخندیم، حالا اینکه خودم خیلی کم خندیدم. خب بابک اسحالی، اسحالی بودی، اسحاقی بودی، چی شد؟ چه در رفتی؟ گوجای جناب مهندس شماره 13 رو لطف و محبت بفرمایید. تو چشمت گور شده نه زیر زیادی بتنی دندت نه. آقای رضا پهلوی به جای اینکه به دیوار ندبه بره و یا از تأسیسات شیرین کننده آب دیدار کنه، بهتر بود که به مرزهای شمالی اسرائیل میرفت، به نوار غزه میرفت و در اونجا جایی که جهاد اسلامی همین کار را با پول ایران داره انجام میده سخنرانی میکرد. من از دولت اسرائیل شنیدیم این است دوباره آژیر خطر به صدا در اومده. ما باید متوجه هم بابک، متوجه هم شاید بسیار. رضا پهلوی به جای اینکه به دیوار ندبه بره و یا از تأسیسات شیرین کننده آب دیدار کنه، بهتر بود که به مرزهای شمالی اسرائیل میرفت، به نوار غزه میرفت و در اونجا جایی که جهاد اسلامی همین کار را با پول ایران داره انجام میده سخنرانی میکرد. من از دولت اسرائیل شنیدیم این است دوباره آژیر خطر به صدا در اومده. ما باید متوجه هم بابک، متوجه هم شاید دولت اسرائیل شنیدیم این است دوباره آژیر خطر به صدا در اومده. ما باید متوجه هم بابک، متوجه هم شاید من از دولت اسرائیل شنیدیم این است دوباره آژیر خطر به صدا در اومده. ما باید متوجه هم بابک، متوجه هم شاید بسیار از دولت اسرائیل شنیدیم این است دوباره آژیر خطر به صدا در اومده. ما باید متوجه هم بابک، متوجه هم شاید بسیار حساس در جنوب اسرائیل با درآمدن صدای آژیر همکارم بابک اسحاقی مجبور شد که صحنه رو ترک بکنه. سپاس از شما جان مهندس هاشم گرامی. تو چشمت گوشه، تو دندت نه دیگه، اون دست کلنگو که اینه بستری قیفی گرفتی دست نه یه چلو تلویزیون چلو دور بین چوسی بیاد. آقای رضا پهلوی باید به نوار غزه خود پدر سوخته چرا در بیری؟ رب کجا رفتی؟ اسحاق الو کجایی؟ تو دندت نه، تو چشمت کورشه، ونو ونو شده، تو باشی دیگه نه چوسی بیا جلو مردم خوردی کشی در خوردی، حالا پدرت رو میدن بچه در تو دویده مجازی بچه اینو پخش کنید بزرسی بزرسی تو سایت خودش پدر سخته یه قباز شالتان تو باشی زر زیادی نزنی بله بادشاه ممه رو لولو برد. جناب مهندس ممنونم از دقت تو، لطف محبت کردید، دوازه رو رد کردیم، دوازه رو الان براتون پخش میکنه. جناب مهندس گوش کنید ببینید، ستار هنرمند ملی جوونا گوش کنید، ایشون یه خواننده جوان بود در زمان شاهنشاه آریامه، با چند تن از دوستانش تصمیم میگیرن نه سفر هنری ها، همینطوری برن ایتالیا و فرانسه و سوئیس و انگلیس، برن مثلا بگردن. گوش کنید بقیه ماجرا رو. یک برنامه واسه شما با چند تا از دوستان بریم خارج و ما 4 تا کشور رفتیم، ایتالیا، فرانسه، سوئیس و انگلیس. این 4 تا کشوری که ما رفتیم فقط یه جا از ما ویزا میخواست، فقط یه جا ما ویزا، اونم سوئیس بود، بخاطر اینکه علازت سالی یک بار میرفت برای چکاپ اونجا. جای دیگه از ما هیچ ویزا نخواستن و هر وقت هم پاسپورت رو میذاشتیم انقدر احترام و اعتبار داشتیم که یعنی که مثلا 6 ماه بهتون ویزا میدیم، ما 2-3 روز اومدیم اینجا بمونیم بریم و نه اینمدم اینجا زیاد بمونم. و وقتی به قول معروف این چند تا کشور ما وقتی رفتیم دیدیم که واقعا کشور ما خیلی بهتر از اینا هستش و اون کسانی که توی ایران بودن اینا خارج نیومده بودن خارجی ببینن که داستان چیه، فقط چیزایی که تو مملکت بوده و متاسفانه توده یا کمونیستا که همیشه در اون مملکت، حتی رهبرشون هم خودش برگشت گفت یک ما 70 به توده 70 سال ملت ایران خیانت کرد و الانش هم پشت قضیه اونا هستن. متاسفانه به یک خاطر من جزو کسایی نبودم که معترض باشم، برای اینکه میدیدم که مملکت چقدر پیشرفت کرده و به چه جاهایی رسیدیم.
سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. دیدی برای همین بود که نیومد بگه برادر جان نمیدونی چه دلتنگم، برای خاطر همین بود که شازده خانومو میخون، به خاطر همین بود که برای مردمش عشقی میخون، مردم خستگی مردم رو از تنشون در می آورد. 60 و چند تا ترانه در زمان شاهنشاه ستار اجرا کرد، یکی از یکی خاطر انگیزتر، یکی از یکی زیباتر، همسفر، شام آخر، گلنار و و و و خانه به دوشش دیگه، حضورتون عرض کنم وارثش و تمام ترانه هایی که در ایران شد، یکی از یکی صدای بارونش، چقدر جوونا با ترانه هاش عاشق شدن. چرا؟ چون نمک خورد و نمکتون رو نشکست، چون نیومد الکی بهانه بگیره. بهانه چی بگیری؟ یه جوونی که از توی خانواده متوسط اومده، درسشو خونده، دانشگاه هم رفته، مدرکش هم گرفته، استعدادم داشته، مملکت هم بهش این امکاناتو داده، میرفت تو کاباره ها میخوند، پولم در آورد، نوش جونش خوبم در آورد. یکی از خواننده های پولساز ایران بود، خیلی هم گرون بود. ولی هیچ وقت نیومد به ولی نعمت خوش توهین کنه. تا همین سنی که الان موهاش سفید شده هنوز میگه اگر من ستار شدم واسه خاطر اون پدر و پسر بود. درست میگه، اگر اون پدر و پسر نبود من رضا احمدی امروز فرق هر رو تر رو با هم تشخیص نمیدادم. اون پدر و پسر به من درس و مشیت دادن، اون پدر و پسر به من تغذیه رایگان دادن، اون پدر و پسر، اون رضا شاه و خدایگان اومدن امنیت برای پدر مادر من به وجود آوردن. اون پدر و پسر بود که سر سفره ما همیشه نون بود. اگه ما نون و ماست هم میخوردیم یه چیزی داشتیم که بخوریم. ما هر روز سر خونمون، تو خونمون هر روز چلو کباب و جوجه کباب نبود. ما نون و ماست هم خوردیم، نون و اشکنه هم خوردیم، اما حرمت خدایگان رو حفظ کردیم به خاطر اینکه یه چیزی بود بخوریم. مادرم به خاطر نبودن خورد و خوراک تنفروشی نمیکرد، پدرم به خاطر نداشتن پول نمیرفت مواد بفروشه، ده جا کار نمیکرد، با همون حقوقش شرافتمندانه داشت یه خانواده رو میچرخون و امثال پدر من میلیون ها بودن. هیچ کس تو اون مملکت ناراضی نبود، دروغ میگفتن، ملت رو سمپاشی کرده بودن بر علیه مملکت. یارو میرفت میکروفون میگرفت رو سن کاباره زر زیادی میزد، اون یکی بی پدر و مادر میرفت جلو دوربین غلط زیادی میکرد، فیلم بازی میکرد، بعد میگفتن آزادی نیست. آقا چرا نمیذاری ما حرف اون رو بزنی؟ بیناموسای بی پدر و مادر، چه چه غلطی قرار بود بکنید که نمیکردی؟ حالا بخورین تا چشمتون کور، بخورین تا دندتون در، حقتونه. فقط دلم از این میسوزه که هم زندگی ما رو نابود کردین، هم زندگی نسلهای آینده رو که جوان مردم امروز تو لندن باید بره اعتصاب غذا بکنه، جوانی که میتونست تو مملکت خودش برای خودش تحصیل بکنه به درد مملکتش بخوره، که امروز گر را گر جوانای مملکت منو بگیرن بکنن تو گوش زندانا. نه که اینو فیلم براتون بازی کنن، جیگرم میسوزه، جیگرم خونه. جوان مردم میاد برای من مینویسه آهای احمدی اگر تلویزیونمون بسوزه، تلویزیون خونمون خراب بشه، دیگه نمیتونیم تلویزیون بخریم. ما هرچیمون خراب بشه نمیتونیم بخریم. میدونی چه فشارهایی دارم تحمل میکنم با نوشته این بچه ها؟ خدا رو خوش میاد یه ملتی که رو نفت و گاز خوابیده تلویزیون خونش خراب بشه، بعد آلمانی تو هر اتاقش یه دونه، تو اتاق خوابش تلویزیون داره، تو اتاق پذیرایی تلویزیون داره، تو آشپزخونه تلویزیون داره، تمام بچه‌هاش تو اتاقشون تلویزیون دارن، کامپیوتر. اصلا برو بهشون میگه خندهشون میگه آره یعنی چی بزنیم، مگه نباید داشته باشیم؟ آلمانی که نه سواد داره نه شعور داره، دوبارم جهانو به جنگ کشیده. یه بیل بزن تو زمین آلمان کرم ازش میاد بیرون. تو خوزستان من بیل اصلا به بیل احتیاج نیست، یه لگد به زمین بزن فواره میزنه نفت بیرون. بعد ملت ما بعد اینطوری زندگی کنه که بچه ایرانی نفهمه موز یعنی چی، موزو با پوست بخوره؟ که بری به بچه ایرانی بگی، بگید آرزو چیه، بگی اصلا آرزو یعنی چی؟ که بچهای مملکت من کفش زمستونی کفش نداشته باشن برم مدرسه؟ وقت بین آموزای بی پدر و مادر آشغال اومدین خارج از کشور نشستین ادای کمپوزیسیون در کردین، بعد اومدین میگی با ما مؤدبانه حرف بزنین، با شما بین آموزایی که شرف و ناموس نداشتتون و شرف و ناموس نداشتتون و به حراج گذاشتین. شما اگه شرف و ناموس داشتید که نوکر بی بی سی نمیشدید، که نوکر اینتر آشغال نمیشدید، که نوکر نمیشدید، بی شرف و نوکر. بعد حالا جانماز واسه مردم آب میکشید بی پدر و مادر. به شرافت بشری سوگند، ما بی غیرت ترین، بی غیرت ترین، بی ارزه ترین، بی لیاقت ترین ملت جهانیم اگر بذاریم شماها روی پاهاتون را برید. به شرافت بشری سوگند، حقوق بشر رو رعایت کنیم، مرده و زنده تون رو با آتیش میکشیم بی ناموسا. جوانای مملکت ما رو دسته دسته بفرستیم
گلدار و زندانی سیاسی نرگس توپل و نسرین سیتوده و فاحشه رفسنجانی و فلون و فلون برای ما درست کنی؟ فوتبالیست مملکت من بیاد تو خارج از کشور بره ظرفشویی بکنه؟ ورزشکار مملکت من بیاد خارج از کشور بره زمینشویی بکنه؟ که نمیخواد نوکر بشه مثل دیگران تو ایران؟ ملت رحم نکنید. اسلام به ما ضربه زده، اسلام ما رو مورد تجاوز قرار داده، آخوند ما رو مورد تجاوز قرار داده. یه فیلم برای من یه نفر فرستاد که خیلی کار بدی کرد. خیلی عذر میخوام از همه شما خانم و آقایونی که پای تلویزیون نشستید، از یک مرکزی در مشهد، حالا پیش بچه‌هاتون نمیخوام بگم، یعنی علنا که اون تو چه خبره. من بانکوک رفتم در اوج جوانی، تایلند، به شرافت هم سوگم من همچین صحنه‌ای تو بانکوک ندیدم، به شرافت هم سوگم. کلاتو بذار بالاتر، امام هشتم، علم الهدا، مرده و زنده تو بچه های خراسان باید بیارن جلو چشات اگه غیرت داشته باشن، که دارن. بلایی به سر شما آخوندا بیاریم، بلایی به سرتون بیاریم، بلایی به سرتون بیاریم که روزی هزار دفعه از اون خدای دروغین کعبتون تقاضای مرگ بکنیم. حیف شما رو بکشیم، حیف. کدوم دار، کدوم دار، داری در کار نیست. تک به تکتون رو باید بفرستیم تو کویر، کارتون داریم. همون بلایی رو به سرتون میاریم که 1400 سال بر سر ملت ایران آوردیم. بلایی به سرتون بیاریم که روزی هزار دفعه به خدای کعبه فوش خارمادر بدید. یادتون نره رضا احمدی بهتون چی گفت؟ جناب مهندس لطفا محبت بفرمایید بریم تو عکس‌ها 14 15 16 17 دستتون درد نکنه. این تومنی اون تومنی ها نیست. پا شارکمون بایستادیم تا شاه رو برگردونیم و ایران رو پاک کنیم از وجود نحس آخوند و اسلام و کمونیست و مجاهد و مصدقی و همه. آقا تهدید میکنیم؟ تهدید نمیکنیم، عمل میکنیم. این چرت پرتر این تو دنیای مجازی واسه ننتون تعریف کنی. آقا نگاه کن رادیکالم، رادیکال اون موقع که رژیم عوض شد بهتون نشون میدیم. بلایی به سرتون بیاریم که دیگه گه بخورید اسم ایران رو بیارید. پنجشنبه 11 خرداد 2537 فرمایش خدایگان سمت راست، شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان در مصاحبه با نمایندگان خبرگزاری پارس و رادیو تلویزیون فرمودن این مملکت اگر ما این مملکت اگر ما وطن پرستان نتوانیم آن را حفظ کنیم به سمت توده ای ها خواهد رفت. ببین اگر نتونیم مملکت را حفظ کنیم به سمت توده ای ها خواهیم رفت، به سمت مملکت، به سمت توده ای ها میره. سمت دست درد نکنه جناب مهندس، نگاه کنی شاهنشاه، این مملکت اگر ما وطن پرستان نتوانیم آن را حفظ کنیم به سمت توده ای ها خواهد رفت. بله که رفت. و سمت چپ تو همین روزنامه میفرمایند تقویت ادبیات را باید جز سیاست ملی خود ما به حساب بیاوریم. اون وقت این مرد دیگه به چه زبونی بیاد به ما درس بده؟ پدر ایران دست درد نکنه جناب مهندس، تقویت ادبیات را باید جز سیاست ملی خودمون به حساب بیاریم. کدوم آخوندی اصلا میفهمه بیاد از این حرفا بزنه؟ کدوم آخوند؟ هر جا که این مرد رفت افتتاح کرد بیمارستان، فقط یه قیچی تو دستش بود، 30 سال داشت افتتاح میکرد، چیزی نداشت ایران، مملکت نبود، طویله بود. جناب مهندس بعدی رو لطفا محبت بفرمه، مملکت نبود، طویله بود، از یه طویله قاجار بفرمه. این میدونی چیه خانم آقایون؟ اون بالا زده 5 ریال، اونجا زده 2 ریال. سمت راست رو نگاه کنید، رستوران دانشجویان بفرمه، دانشگاه ملی ایران. پایین رو نگاه کنید، 2 ریال، تریاهای دانشگاه ملی ایران، کوفتتون بشه بیش شرفا. بفرمه، رستوران دانشجویان دانشگاه ملی ایران، 5 ریال، 5000 میدادیم رفتی رستوران، اونم 2000 دوتا یک قرونی، تریاهای دانشگاه ملی، بری یه قهوه بنوشی، یه نوشیدنی بنوشی با کیک، 2000. بعد بگی تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. دیدی دانشگاهتون چی شد؟ شد طویله. اون دانشگاه نیست، اون طویله است. جناب مهندس لطفا محبت بفرمایید بعدی رو، حقمونه، به خاطری که نون و نمک خوردیم، نمک نون رو شکستیم. بله، ولی نعمت خود نگاه کن، بی ناموس بی شرف محسن هاشمی،
چه کردن که خاتمی ناطق، خاتمی ناطق روحانی به حاشیه رفتن؟ گوش کنید. محسن حاکمی نوشت باید پرسید آقایان، آقایان اراذل اوباش، خاتمی، ناطق نوری، روحانی، لاریجانی، جهانگیری و بسیاری از شخصیت‌های معتدل و دلسوز نظام چرا به حاشیه رفتن؟ و اگر این افراد که به تعبیر رهبر انقلاب نقش خاص را ایفا می‌کنند، فضای تاثیرگذاری و کنشگری را داشتن، آیا این گونه جامعه از نخبگان عبور می‌کرد و اصل نظام هدف قرار می‌گرفت؟ دیدید اینا فقط سر قدرت با هم دعوا دارن و یه مش بیشور میان میگن که محسن حاکمی رفسنجانی، فاحشه رفسنجانی زندان کردن اپوزیسیون، اینو طرفدار شاه هم. وقتی بیشوری از شاه توقع نداشته باشید بیاد مملکت نجات بده. جناب مهندس بعدیرم لطف موبت بفرمید دست گلتون درد نکنه، همه شون خائن هم. همه شون باید جواب پس بودن. گردن این بیناموس رو بذار زیر گیوتین. اگه گیوتین اومد رو گردن بچه رفسنجانی، اگه گیوتین سرش کج نشد من سرمو میزنم. گردن رو نگاه بیناموز چه کاره بوده تو یکی از دهات استان کرمان، باباش پهن میریخته پای درخت پسته. خب این حمال ملکی رو نگاه کنی، این کسی که منشور و این جریان رو راه انداخت، رئیس کودتا اینه، پینوشه اینه. دیروز حالا نگاه کنی، دیروز پنجشنبه رفتم سفارت نظام مقدس در شهر لاهه برای امور سجلی و البته قصد داشتم از فرصت استفاده کنم برای ثبت نام کاندیداتوری مجلس دهم. دیدی؟ حالا دست درد کنه جناب مهندس. و باری کلا به این سایت دماوند آفرین، من نمیشناسم، هر کم هستم دمشون کم، چیزهای قشنگی چیز میکنم در میارم. حالا وقتی که ما جلو کودتا وایسادیم، حالا اراذل اوباششون رو مثل اون یارو کمدساز مفعول و اراذل اوباش دیگرشون ببین چه فحاشی به همسر پادشاه میکنن و حالا خود اعلیحضرت رو به تیر دست قرار دادن. جلو اوباشت رو بگی، وگرنه چی؟ باشه بچه جان یادت نره ها، بچه مفعولا یادت نره ها. یه شب تو خیابونا دیدی صدای خورد شدن استخونات اومد، بدون جواب زبون درازی های امروزته. او اون یارو چی عزیز سام واجبی یادت نره ها، چه زرای زدی ها. او یادت نره ها، گوله هیکله رو نخوری ها. او گونده تر از تو شو ما خوابوندیم، تو که اصلا پشکل اونا هم نمیشی، واقعا نمیشی تو، تو به کشیدن بند نیستی. وای با حالت بری بابا به پادشاه توهی میکن. داره باش جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید. 18 رو زنده یاد انور و سادات، رئیس جمهور محترم مصر زنده یاد روانشاد ابر مرد تاریخ انور و سادات در برابر پادشاه سعی میکنه فارسی صحبت کنه. اینطوری داشتن به رهبر یه مملکت وقتی میان احترام میذارن، دارن به ملت احترام میذارن. وقتی شهبانو وارد کشوری میشد زیر پاش فرش قرمز مینداختن، اونطوری با عزت احترام از شهبانو داشتن پذیرایی میکردن، داشتن به بانوان ایران احترام میذاشتن. خاک بر سر اون که نفهمید. برای جبرانش حالا باید کشته بدیم. جناب مهندس بریم تو 18، دست گل درد نکن. حسنیم محمد رضا پهلوی آریامه، خواهر گرامی علی حضرت شعبان و فرح، خوش وقتم از اینکه بر دیگر از کشور برادر با تمدن کهنسال شما زیارت کنم و احساساتی محبت و برادری که ملت مصر نسبت به شما دارد همراهم ببرم. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. نظم میبینید، انضباط رو میبینید، زیبایی رو میبینید. 40 و چند سال ما با این کشور ارتباط نداریم تا یه احمقی رفت اونجا شد رهبر اون کشور زیبای باستانی مصر. چی بود اومد که بی پدر و مادر بچه مسلمونه؟ محمود بشنگ دعوتش کرد و سران کشورهای غیر متحد خفه بمیری.
خفه ببینید ارازل اوباش روزه خان، شما یک مش روزه خان، زیارت نام خان، جنگیر و فالگیرید. این تعریف آخوند و بچه آخونده. تعریف شما آخوندا و بچه هاتون اینه، یک مش انگل اجتماعی یقه شپشو. شما یقه هاتون پر از شپشه، برای همین با حمام مخالفید، با نظافت مخالفید. زر زیادی هم نزنی علی نظافت و منالیم، غلط زیادی کردید از اون بالاتون تا پایینتون که بگین این کدوم نظافت. شما خودتون در اسلام میگین تیمم، ایرانی ها کجای تیمم داشته؟ چرا؟ چون همش وسط بر بیابونید، تمام زمینای عراق و عربستان و کویت و عمان و همه زمیناتون سوراخ، اینقدر چاه زدیم. کجا زمینای ایران سوراخه؟ اگه سوراخ باشه نفت ازش میزنه بیرون، گوه ازش نمیزنه بیرون مثل شماها. چه اصافت های آشغال. تعریف شما اینه، یک مش جنگیر و فالگیر و یقه شپشو و بی سواد و روزه خان و زیارت نام خان. همین دوزار بهتون ننه بزرگا و بابا بزرگا ما میدادن، یه کاغذ میگرفتی، السلام علیکم یا موسی بن رضا، السلام علیکم یا رقیت الرضا، السلام علیکم یا ننه رضا. این شغل کثافت شما بوده. سیغه بکنین و صدقه بخورین که بچت بشه حسن صدقه خور، که مردشون رو قیافت ببرن عین گوشکو. اونم گوشکوبی که دیگر رده خارج شده دیگه، یه گوشکوبایی بود توی قهوه خونه چوبی بود، دیگر رده خارج شده بود، چرب شده بود، دیگه نمیتونست بکوبی قشنگ. این عین گوشکوب شده مرگه، اصلا صدقه خود. حالا بریم شماره 19. این سینمای روسیه است. نگاه کنید ببینید، چون مملکت صاحب داشت، کشور روسیه چجوری فیلم برای ما درست میکردن. از فردوسی برامون فیلم درست کردن به زبان روسی، من دیدم. از خوارزمی درست کردن، الان از ابن سینا بهتون نشون میدم. سیاوش در تخت جمشید، تلویزیون های روسیه سریال درست کردن، پخش میکردن. همین روسیه امروز داره ما رو میچاپه. چرا؟ چون مملکت صاحب داشت. اونجا شاهنشاه نشسته بود که برژنف تا کمر زیر جربر و اعلیحضرت خم شد تو تهران. دروغ نمیگم، در برابر آرامگاه رضا شاه بزرگ رفت تاج و گل گذاشت. اعلیحضرت تشریف فرما شدن به اتفاق اولی حضرت به مسکو، چه برژنف چه اون خروشوف بی پدر و مادر بی تربیت طویل صفت، چه احترامی گذاشتن. چند روز اعلیحضرت این اونجا مهمان بودن. وقتی که استالین اومد تهران، خود اعلیحضرت در کتاب پاسخ به تاریخشون فرمودن، نوشت علازت نوشتم وقتی که من در سفارت انگلیس، سفارت روسیه بودم، که رفتم شهریور 1320 که ما رو اشغال کرده بودن، که رفتم استالین رو ملاقات کنم که با هم گفتگو کنیم، چای برای ما آوردن. وقتی چای آوردن، استالین با اینکه من ازش کوچیک‌تر بودم، علازت جوان‌تر بود دیگه از جوزف استالین، اون سن پیر خر داشت من، که انقدر صبر میکنه که شاه چای رو برداره بنوشه، که شاه متوجه میشه ببینه چای ها سرد شد. اینطوری احترام میشه به یه جوانی 22 ساله که تازه کشورش رو اشغال کردن. یه چنین عظمتی داشت شاه مملکت، رهبرو. این شیعه چرا توکان نمیخورد؟ همیشه باید همه دور هم باشیم. شاید من بخوام امروز حرف خنده داری بزنم، چرا گریه میکنید کرخرها؟ خب دنیا باید باج از ما بگیرید، حق توحش هم باید بگیره با یخ و دوغ و ترشیش. جناب مهندس بریم تو 19، دست گل درد نکنه. ابن سینا، мне давно хотелось встретиться с вами. Я много слышал о вас. Прежде всего, достойнейший Беруни, прикажите дать нам чистую одежду и сосуд с уксусом, вымыть лицо и руки. У какого народа такой обычай? В какой стране? Это должно стать обычаем той страны, где свирепствует черная смерть. Понимаю. Заходите. Прошу вас. Досточтимый Ибн Сина, скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого прежде всего необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное — не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам.
Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Пусть каждый молится у себя дома. Покиньте базар, пусть торговцы разносят свои товары по домам. Так говорит великий лекарь Ибн Сина. Деньги опускайте в сосуды с уксусом. Эй, люди, не бойтесь черной смерти. Кто ухаживает за больным, пусть смочит вату в уксусе и заткнет себе этой ватой нос. А во рту пусть держит листья полыни. Сидите дома, веселитесь! Черная смерть убегает от музыки и веселья! Люди, слушайте! От одного больного заражаются 100 здоровых! Уходите из мечети! Расходитесь! Пусть каждый молится у себя дома, если не хочет заболеть! Так сказал великий Ибн... سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. یک چنین بزرگانی رو تو تاریخ داشتیم، اصلا یادی ازش نمی کنی. همین ابن سینا آرامگاهش در همدانه، در حکمتانه. ما سر خره کج می کنیم، پا می شیم میریم مشهد. مثلا مرکی معلومی کیه، اصلا بوده همش این چیزی معلوم. حضرت معصومه تو خوب کیه؟ یه دختر 9 ساله اونجا چال کردن، یا آبجی یارو بوده. اصلا یارو خودش ننه باباش کی بوده معلوم نی. یه قمه‌کشی تو کوفه میگن حرف میزنی، میگن یا علی، من نوکر علی ام، خانزاد پای علی ام، اونقدر باش تو جون از اول آخر در بیار. یه قمه‌کشی دیگه تو کربلا زدن، خوارمادر یه در زدن، رفیق بودن با هم، پسر خاله و پسر دایی بودن با هم، زدن همدیگر چپ و چک و بک همدیگر یکی کردن. من باید بیام تو خیابونای پایتخت شاهنشاهی ایران بگم وای حسین کشته شو، بعد عقبی ها بگن جدا جنایت کرد، تو مشهد بگن ما حسین تشنلو خودم به گل میقلتونم، تو چطور؟ عقبیان قیمر زدن توپ تو، میگه ها ما هم همون که تو گفتی. خودی نباید بری شما بخندن؟ خب بخندن دیگه. چرا؟ حالا نگاه کن جناب مهندس، شماره 20 و لطف و محبت بفرمه. آها سب کنید جناب مهندس، ببخشید. ایران دوست از شیکاگو لطف کردن گفتن سپاس از رضا احمدی $30. سپاس از شما ایران دوست عزیز از شیکاگو. مادر و دختر از پورتلند با جاوید شاه $50. سپاس از مادر و دختر از پورتلند $50. دیدید؟ اوکی، شاه میخواست مملکت رو به اینجا برسونه. ببین چجوری به بچه ها داشت احترام میذاشت. پیشاهنگی ایران. شماره 20 جناب مهندس، خواهش میکنم. بدبختیم. مراسم اختتام سومین جمبوری ملی پیشاهنگی ایران در پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه برگزار می‌گردد. در این جمبوری تعداد 9720 پیشاهنگ ایرانی از سراسر کشور و 200 پیشاهنگ از آمریکا، پاکستان، فرانسه، انگلستان و اسرائیل شرکت دارند و 7 شبانه روز است که چون خانواده‌ای بزرگ و صمیمی با یکدیگر به سر می‌برند. هفت پیشاهنگ به نمایندگی از 7 اردوی امین، اخوی، گیبسون، پازارگاد، سمیعی، سیاران و دختران دستگلهای زیبایی به حضور شاهانه تقدیم می‌دارند. سه تن از اعضای شورای عالی پیشاهنگی پرچم جمهوری را پایین می‌آورند. قسمت‌های جالب مراسم اختتام سومین جمهوری ملی پیشاهنگی ایران، نیایش پیشاهنگان به درگاه پروردگار، فریاد شادی به سلامتی شاهنشاه و رژه دستجات مختلف می باشد. خدمات اعضای شورای عالی پیشاهنگی مورد تقدیر شاهنشاه قرار می‌گیرد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اسامی رو بگیم از حضورتون مرخص بشیم. دعا هم بکنید برای این جوون، حالا حالش خوب بشه، طفلک اینم کلیش چیزی نشه.
اهورای عزیز ما از اسرائیل 25 دلار، سپاس از اهورای عزیز. آقای ناصر غلامی هم 15 دلار، دست گل درد نکنه آقای ناصر غلامی. ساناز عزیز ما هم 50 دلار، سپاس از شما ساناز عزیز. روبرت جانسار خاندان پهلوی شیکاگو 100 دلار، سپاس از روبرت عزیز. زیر دریای شاهنشاهی دلفین 50 دلار، سپاس از لطف و محبت شما. دیوید میم 100 دلار، سپاس از آقا دیوید گل. ایران دوست عزیز ما هم از شیکاگو 30 دلار، سپاس از ایران دوست عزیز. مادر و دخترم از پورتلند هم لطف کردن 50 دلار. با یک جهان سپاس از همه شما عزیزان و جناب مهندس سیاوش گرامی. شاد و پیروز باشید. پیشاهنگی رو دیدی؟ نظم و انضباط رو دیدی؟ شاهنشاهی رو دیدی؟ ملت برگردید به هویت خودتون، ملت برگردید به آبروی از دست رفته، آبرو و حیثیت و شرفمون رفت تو دنیا. شاهتون رو برگردونی، دنبال هیچ بازی نرین. سرگرمی تو خارج از کشور براتون درست کردن، از خارج از کشور زهر دارن داخل حلقتون میکنن به داخل کشور. خدا شاهده خارج از کشور دفن نشود آن وطن وطنش. ما اینا رو داریم دفنشون میکنیم، تکلیف تو داخل روشن کنیم. شاد و پیروز باشید. تا دوشنبه پاینده ایران جاوید شاه، زنده و جاوید با سلسله پهلوی. پاینده ایران جاوید شاه.